بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، در خدمتون هستیم با جلسه دوم درس سازه های فولادی یک. در این جلسه ما مقدمه ای از طراحی سازه فولادی رو میگیم که در این مقدمه کلیاتی در مورد اینکه فولاد چی هستش، چه خصوصیات مکانیکی داره بحث خواهیم کرد و در ادامه این جلسه یک کلیاتی در مورد روش طراحی سازه‌های فولادی خواهیم داشت. خب دوستان گرامی، اول از همه ببینیم فولاد چی هستش. آیا فولاد همون آهنه؟ بچه فولاد همون درسته، قسمت عمده فولاد آهن هستش، ولی فولاد آهن نیست. یعنی بچه های آهن، قدمت آهن به خیلی سالهای قبل، به هزاران سال قبل برمیگرده، ولی فولاد یک متریالی هستش که در نهایتش 2-3 قرن قبل برمیگرده، به ابتدای انقلاب صنعتی در اروپا برمیگرده، از اوایل حدود 1800 میلادی. بنابراین فولاد بچه ها درسته که یک همون آهن هستش، ولی در واقع فولاد یک آلیاژ هستش. اینجا نوشتیم آلوی. آلوی به معنای آلیاژ هستش. آلیاژ چی هستش بچه ها؟ آلیاژ به ترکیب چند تا فلز با هم دیگه به صورت یک شرایط خاصی که با هم دیگه در معمولا فرایند ذوب آهن با هم ذوب در حالت ذوب با هم دیگه ترکیب میشن، بهش میگن آلیاژ. آلیاژ ما چون توی وقتی که دو تا ماده شیمیایی داریم، مثلا فرض کنید یک فلز با یک نافلز که وقتی که پیوند شیمیایی با هم داشته باشن بهش میگن پیوند کووالانسی، عوض میخوام به پیوند یونی. پیوند این چیزی بوده که تو شیمی خوندید که اگر یک فلز با یک نافلز ترکیب بشه، چون یکیشون الکترون کم داره و یکیشون الکترون اضافه داره تو لایه ظرفیتش، یک پیوند یونی محکمی انجام میشه که در واقع در اشتراک الکترون، یعنی الکترونی که لایه ظرفیت اون اضافه داره به الکترونی که اون یکی کم داره میده. اگر دو تا نافلز رو با هم بخوایم ترکیب کنیم، مثلا H2O، اینجا این دو تا نافلز عوض میخوام مثلا خود هیدروژن هم از پیوند هیدروژنیش فرق کنه، اگر دو تا نافلز مثلا خود O2، اوزون، O3، اینجا ما پیوند کووالانسی رو داریم بین دو تا نافلز، ولی بین فلز و فلز بچه ما پیوند نداریم، پیوند شیمیایی. یعنی ما دو تا فلز رو معمولاً، چون فلز بچه الکترون اضافی تو لایه ظرفیتش داره، الکترون داره، مثلا فرض کنیم مس چرا رساناست؟ چون الکترون اضافی داره خودش توی لایه ظرفیتش، الکترون مثلا توی فلز ما دریایی از الکترون رو داریم. اگر اختلاف پتانسیل، یعنی به صورت ساده به دو سمت یک فلز برق وصل کنیم، چون خودش در دریایی از الکترون هست، این الکترون ها جریان پیدا میکنه. پس به همین خاطره که فلز ها رسانای الکتریکی هستن. پس ما چون فلز الکترون اضافه توی لایه ظرفیت داره، دو تا فلز معمولا واکنش شیمیایی به هم نمیدن، ولی ما قاطی کردن فلزها با پیوند شیمیایی به جاش یه چیز دیگه داریم که بهش میگیم آلیاژ. پس بچه آلیاژ رو که اینجا نوشتیم یاد بگیرید. پس ترکیب دو تا فلز رو بهش میگیم آلوی یا آلیاژ، که این آلو یا آلیاژ یک پیوند شیمیایی نیست، ولی به جاش چی هستش؟ با ترکیب این فلزات با هم دیگه ساختار بلوری این ماده جدیدی که ایجاد میشه با اون ماده اولی فرق میکنه. خب ساختار بلوری چیه؟ ساختار بلوری همین آرایش الکترون ها در کنار هم دیگه است. آرایش مولکول ها، یعنی شکل فرم قرارگیری مولکول ها مهم هستش. مثلا میگم بچه ها فرض کنید ما کربن رو داریم، از این کربن ما هم الماس ساخته میشه و هم زغال ساخته میشه، هر دوتاشون کربن هستش. پس چجوری یکی زغال یکیشون الماسه؟
آرایش مولکولی اینها در کنار همدیگه متفاوت هستش، وگرنه جنس همون جنسه. توی زغال ما آرایش نامنظمی از اتم های کربن رو داریم، ولی توی الماس ما یک آرایش بلوری منظم از کنار هم قرارگیری تمام مولکول ها داریم که در سراسر این متریال خودش رو نشون داده، باعث شده که یک الماس تشکیل بشه. پس ما در آهن همین رو داریم با اضافه کردن یه سری مواد، معمولا حالا یه آلیاژ هستش که یک سری مواد فلزی اضافه شده به آهن، و حالا ما یک سری مواد نافلزی هم داریم، یعنی این فقط نیست که مواد فلزی باشه. این مواد فلزی باعث ایجاد در واقع یک آلیاژی میشه. این آلیاژ هایی که به آهن اضافه میشه که درصدش هم کمه بچه، یعنی فولاد قسمت عمدهش مثلا بالای 90 درصدش همون آهنه، ولی همون 7 8 درصد بسیار مهم هستش. با همون 7 8 درصد یا چند درصدی که به آهن اضافه میشه که تبدیل میشه به فولاد، در واقع آرایش بلوری آهن رو جوری تغییر میده که خصوصیات مکانیکی آهن فوق‌العاده بهتر میشه. یعنی خود آهن عادی بچه‌ها معمولاً ضعیف هستش، هم در شرایط محیطی و هم اینکه نرم، خیلی نرم هستش، یعنی چکش میزنی خیلی چکش خار هستش، یه چکش میزنی جای ضربه میمونه میره تو. بنابراین خود آهن عادی به درد بخور نیست، ولی همین که تبدیل میشه به فولاد خصوصیات مکانیکی ارتقا پیدا میکنه و به صورتی میشه که در صنایع ساخت و ساز بتونیم ازش استفاده کنیم. خب عرض کردم خدمتتون که یک قسمت، یکی از مواد مهمی که به فولاد اضافه میشه کربن هستش، که این کربن معمولا باعث افزایش مقاومت میشه هرچی کربن بیشتر بشه، و از اون طرف باعث ترد شدن فولاد میشه. یعنی بایستی ما در استفاده از کربن احتیاط کنیم، که حالا یه چند اسلاید جلوتر در مورد انواع فولاد یه توضیح کوچیکی دیگه داریم بهتون میگیم. خب اینجا این مطلب رو اینجا گفتم که هر چند که اضافه کردن یه مقداری کربن باعث افزایش مقاومت میشه، ولی باعث کاهش شکل پذیری میشه، یعنی ترد میشه، یعنی ما نمیتونیم خیلی کربن اضافه کنیم. مثلا یه نوع فولادی که کربن یه مقداری بیشتر توش استفاده شده چیه؟ چدنه بچه. چدن، همین لوله‌های چدنی که یه مقداری سیاه رنگ، تیر رنگ هستش، اگه دیده باشید که مثلا تو لوله‌های فاضلاب استفاده میشه، اینا جنسش چدنه، مقاومتشون بالاست ولی شکننده است، یعنی اگر ضربه بزنی شکست، ولی چون مقاومتشون بالاست تغییر شکلش کمه، واسه ساز مناسب نیست، ولی واسه یه لوله‌ای که اصطلاحاً یک عضو غیر سازه‌ای است خیلی هم مناسب هستش. خب اینجا هم نوشتیم که فلزاتی که استفاده میشه مثل کوپر یعنی مس، منگنز، نیکل، کرومیوم، مولیبدیوم و حالا سیلیکون هستش، که حالا من باز توی اسلاید بعدی اثرات هر کدوم از اینها رو یه توضیحات کوچیک دادیم که هر کدوم از این فلزات چیکار میکنه. خب به صورت کلی مزایای فولاد، مزایایی که از فولاد سراغ داریم، خب اینجا در این اسلاید من اثرات هر کدوم از این مواد نافلزی و فلزی رو که به فولاد اضافه میشه، این معروفاش هستش، ما مواد دیگه داریم که اونها رو من نیاوردم، فقط همین 5 مورد رو آوردم. اولین موردی که به فولاد اضافه میشه کربن هستش، که گفتم باعث چی میشه؟ باعث افزایش مقاومت میشه، increase the strength of steel به معنی افزایش مقاومت میشه، و استفاده زیاد اون باعث میشه که هم ترد بشه و همین که خاصیت جوش پذیری فولاد از بین بره. پس کربن زیاد اضافه کنیم، این بلا سرش میاد که هم ترد میشه و هم ولدابیلیتیش کاهش پیدا میکنه. ولدابیلیتی به معنای جوشپذیریه، جوشپذیریش کاهش پیدا میکنه.
خب مس، هدف استفاده مس چیه؟ وقتی که مقدار کمی استفاده میشه باعث میشه مقاومت در برابر خوردگی افزایش پیدا میکنه، البته تو فولادهایی که کربن باشه، و همینطور مقاومت فولاد رو هم افزایش میده. مس اگر خیلی زیاد استفاده بشه جوشپذیری فولاد رو کاهش میده. خب وانادیوم چی؟ باعث افزایش مقاومت میشه، باعث در واقع تحمل شکست رو افزایش میده، طاقتش رو افزایش میده و اثر منفی هم نداره. مقاومت بریدگیش رو هم در واقع اثر روی مقاومت بریدگی نداره، باعث کاهش ارزم به حضورتون جوش پذیر فولاد هم نمیشه. یک در واقع فلز هستش که از یک فلز گرانبها هم هستش، گرون هستش و مقداری که استفاده میکنید مقاومت و طاقت فولاد رو افزایش میده. این یک فلز خیلی خوب هستش، اثر مثبت داره، اثر منفی میبینید نداره. نیکل باعث افزایش مقاومت میشه، افزایش مقاومت خوردگیش میشه و افزایش طاقت در برابر شکست میشه، ولی اگه استفاده بشه باعث کاهش شکل پذیری میشه. و مولیبدنیوم که با MO نشون میدید نام شیمیایی اون هستش، باعث افزایش مقاومت و مقاومت در برابر خوردگی میشه و از اون طرف باعث کاهش مقاومت بریدگیش میشه. ناچ تافنس به معنای بریدگی فولاد میشه، یعنی جاهایی که فرض کنیم که بخوایم توی مثلا جایی که اتصالات به صورت پیچی هستش ممکنه استفاده از این ماده که باعث کاهش مقاومت بریدگی فولاد میشه نامناسب باشه. خب این اثراتی از چند تا فلز و یه نافلزی بود که به فولاد اضافه میشد رو خدمتون گفتیم. بریم سراغ مزایای کلی فولاد. اولین مزیت عمده فولاد اینه که مقاومت زیادی رو داره نسبت به اون وزنی که داره، یعنی نسبت اینجا نوشتیم نسبت مقاومت به وزن اون بالاست. مثلا در مقایسه با بتون، حالا بتون که مقاومت کششیش کاری نداریم، همون مقاومت فشاریش رو در نظر بگیریم، مقاومت فشاری بتون در برابر مقاومت فولادی بتون قابل مقایسه نیست، حداقل 10 برابر قوی تر، معمولا حدود 10 برابر قوی تر از بتون هستش. پس مقاومت زیادی داره، به همین خاطر هستش که مساحت یه مقطع مثلا ستون بتونی مثلا فرض کنیم 50x50 سانتی متر میشه 2500 سانتی متر، ولی یه مقطع فرض کن دوبل آی پی استفاده میکنیم مساحتش 50 سانتی متره یه ستون. ببینید پس یه ستون با مساحت 50 سانتی متر فولاد کجا؟ یه ستون معادل بتونی اون که 2500 سانتی متر مربع است اون کجا؟ پس نشون میده که با یه مساحت کوچیک فولاد مقاومت بالایی رو ایجاد کرده، در واقع تونسته نیروی زیادی رو تحمل کنه. این نشون دهنده مقاومت بالای فولاد هستش. فولاد بچه شکل پذیری زیادی داره. حالا تو اسلاید بعدی در مورد شکل پذیری صحبت میکنیم که شکل پذیری چیه. این شکل پذیری در واقع خاصیت تحمل تغییر شکل هاست بعد از اینکه وارد محدوده پلاستیک میشه، یعنی بخواد لحظه ای که بخواد شروع خرابی بشه توی فولاد، بعد از اینکه این لحظه شروع به خرابی باشه شروع میشه توی فولاد که بهش میگن تسلیم فولاد، بعد از تسلیم فولاد هرچی فولاد بتونه تغییر در واقع تغییر شکل زیادی تحمل کنه به این میگن فولاد شکل پذیر. که این کجا مهمه؟ مثلا در یک باری مثل بارگذاری، مثل بارگذاری زلزله، چون تو زلزله اعضای فولادی ممکنه دیگه شروع بشه به جاری شدن، خراب بشن، یعنی شروع خراب شدن. وقتی که بعد از اینکه شروع میکنه به خراب شدن فولاد، منظور از تحت اثر بارگذاریه، شروع میکنه به تسلیم، بعد از تسلیم اگر بتونه با تغییر شکل‌هایی که تحمل میکنه در واقع نیروی زلزله رو مستهلک کنه بهش میگن این فولاد شکل پذیر است، داکتیلیتی داره. به صورت عادی فولادهایی که در سازه استفاده میشه داکتیلیتی دارن، شکل پذیری رو دارن.
پس این یکی از خوبی های فولاده. خب یکی دیگه از خوبی های فولاد اینه که آیزوتروپیک هستش، یعنی مقاومتش در کشش، فشار و در همه جهات یکسان هستش، که این باعث میشه که یه مقداری شاید در بعضی جاها طراحی و کار رو در فولاد راحت تر کنه، برخلاف بتون که مقاومت کششی و فشاریش با هم دیگه متفاوت هستش. در کشش در حدود 7-10% فشار میتونه تحمل کنه، یه جورایی که خیلی وقتا ما از مقاومت کششی بتون صرف نظر میکنیم و فرضاً فقط برای اون مقاومت فشاری منظور میکنیم. و یه مورد دیگه از خوبی های فولاد اینه که به راحتی قابل بازیافت هستش و اونا رو با یک فرایند ذوب مجدد میتونیم استفاده کنیم، که به هر حال این استفاده مجدد از فولاد خودش یکی از خوبی های اون هستش. خب فولاد یه سری بدی هایی هم داره. چند تا مورد از بدی هایی که در فولاد هستش، یکی گلوبال باکلینگ هستش، یعنی کمانش کلی، کمانش کلی و کمانش موضعی، دو تا مورد رو اینجا آوردیم در مورد کمانش ها، کمانش کلی و کمانش موضعی، که این علتش چیه؟ علتش اینه که همون گفتیم که مساحت مقطع کم هستش، بچه ها کم بودن مساحت مقطع در اصطلاح باعث میشه که اعضای فشاری مخصوصا در سازه فولادی بچه ها لاغر باشن اصطلاحا، که این لاغر بودن و نازک بودن اجزا دو تا پدیده رو ایجاد میکنه، یکی گلوبال باکلینگ یعنی ممکنه کل ستون کمانه بکنه تحت اثر یه بار فشاری یه ستون فولادی، که این رو ما در محاسباتمون در فصل بعد که بحث مثلا ستونها رو خدمتتون میگیم این رو لحاظ میکنیم. ولی لوکال باکلینگ که کمانش موضعی باشه، که اینجا یه نمونه از کمانش موضعی در یک بال یک مقطع سپری میبینید، یه بار مقطع تی شک میبینید که تحت اثر بار فشاری این بالش دو دفرمه شده، این دفرمه شدن قسمتی از بال یا جان یک عضو فولادی رو بهش میگن کمانش موضعی. این کمانش موضعی رو ما در بتون نداریم دیگه، یه تیر گنده مستطیل شکل هستش یا یه ستون گنده مستطیل یا دایره شکل هستش، ما کمانش موضعی در بتون رو نداریم، ولی در فولاد به علت نازک بودن اجزا این اتفاق ممکنه بیفته، که این باعث میشه که ما یک سری در واقع محاسبات اضافی رو بایستی انجام بدیم که در سازهای بتونی این موارد نیست، که همینا باعث میشه که روابط فرمول هایی که شاید در فولاد باشه یه دفعه کلی متفاوت با سازه بتونی باشه، کلی فرق کنه و داستان های اضافی دیگه ای داشته باشه. خب پس این بحث کمانش بچه ها در مورد بار فشاریه، پس این کلمه کمانش باکلینگ به معنی کمانشه، یادتون باشه ناپایداری جزء مثل بال و یا کل تحت بار فشاری رو بهش میگن کمانش. پس این رو یادداشت بفرمایید که به ناپایداری جزء و یا کل یک عضو، جزئی از عضو یا کل عضو تحت بار فشاری رو بهش میگن کمانش، که البته این رو توی فصل 3 خیلی با تفصیل خدمتون میگیم که چیکار کنیم که از کمانش موضعی جلوگیری کنیم. خب مورد بعدی ضعف در برابر آتشه، که گفتن نداره، این باعث میشه که ما باعث در واقع فولادها رو تا حد ممکن براش عایقای در واقع فایر پروفش کنیم، ضد آتش براش درست کنیم، مثلا یه شاتکریت بتونی روی تمام ستونها انجام بدیم، که اینها باعث میشه که این نقیصه فولاد برطرف بشه. مورد بعدی مربوط به خوردگی و زنگ زدگی هستش، کورژن اند راست میشه خوردگی و زنگ زدگی، که اینها که اینجا نمونه شکلی از هم زنگ زدگی رو میبینید، هم زنگ زدگی رو و هم خوردگی رو هر دوتاش تو این شکل میبینید، که قسمتی از تیری در یک پل بتونی در یک آزاد راه هستش، که میبینید که به چه صورت تحت اثر
شرایط محیطی دچار خردگی و زنگ زدگی شده، که این مورد هم با استفاده از رنگ های ضد زنگ میتونیم این مورد رو هم برطرف کنیم. به صورت عادی خودش این مورد داره که این رو هم میشه برطرف کرد. و مورد بعدی بچه ها شکست های تردی هستش که ممکنه در فولاد اتفاق بیفته. یعنی ما گفتیم که فولاد ذاتاً به نظر ما شکل پذیر هستش، یعنی اینجوری نیست که سری دچار شکست بشه. یه میله فولادی رو مثلا وقتی دستت میگیری خمش که میکنی سری که نمیشکنه، خم میشه، چند تا خم راست میکنی و بعد میشکنه. همین که چند تا خم راست میکنی در واقع شکل پذیری اون رو در نشون داره میده. یعنی میتونیم بگیم که اگر اون میله رو که شما داری خم راست میکنی، همون میله فرض کنید اون یه ستون هستش تحت زلزله، یه سیکل شدید زلزله رو که تعامل میکنه میشه همون یه بار خم کردن. اگر 7-8 تا سیکل خیلی قوی زلزله به اون ستون وارد بشه ممکنه کم کم دچار شکست بشه. ولی معمولا وقتی اون زلزله درسته ارتعاش ممکن شاید مثلا تا یه دقیقه، مثلا یه دقیقه دو دقیقه ممکن طول بکشه. حالا معمولا زلزله مثلا در حد 7-8 10 ثانیه است، دو چند ثانیه است، ممکن یکی دو دقیقه هم طول بکشه. حتی تو اون زلزله یکی دو دقیقه اون قسمتی که در واقع استرانگ موشن هستش، یعنی حرکات قوی میشه، میبینید چند تا سیکل بیشتر قوی نداره. اگر تعداد سیکل زیاد بشه ممکنه اون سیکل قوی باشه ممکن یه دفعه بشکنه. به این حالت بهش میگن یه حالت فتیگ بهش میگن خستگی چرخه کم. یعنی با چند تا چرخه قوی زلزله ولی چند تا چرخه کمه دیگه، چون 5-6 تا چرخه کم ممکنه دچار ترد شکنی بشه. به صورت ترد اون سازه، اون عضو فولادی دچار شکست بشه. خب این یه موردی هستش که وجود داره. مورد بعدی که ممکنه باز ترد شکنی بشه جایی که ما تنش متمرکز داریم، جایی که مثلا یک ضربه یا یک باری به صورت متمرکز، حالا یا در یک اتصالی یک جایی که یک تنش متمرکز در یک جوشی باشه، بارها دیدیم که در جایی که یه بار متمرکز داری ممکنه اون عضو فولادی دچار شکست ترد بشه. یه دفعه یه جوش دچار یه شکستی بشه که و کلن اون اتصال رو از بین ببره. خب این اتفاق مخصوصا بچه ها در دهه 90 1994 در یه زلزله‌ای که در آمریکا اتفاق افتاد این خیلی خودش رو نشون داد. زلزله‌ای به اسم زلزله نورتریچ هستش. یعنی ما در سال 1994 تا قبل 1994 کلن فکر میکردن که آیین‌نامه‌ای که برای ساز فولادی استفاده میشه، یعنی در حدود 25 سال قبل فکر میکردیم که دیگه این واقعا نهایتش هستش، خیلی آیین‌نامه دیگه شست رفته است. همون آیین‌نامه 25-6-7 سال پیش فکر میکردیم دیگه آخرشه و جای تغییری نداره، نهایت چیزی که بهش اضافه یا کم بشه چیزای جزئی باشه. ولی در این زلزله نورتریچ که به وقوع پیوست تلفات حالا کمی داشت ولی فوق‌العاده خسارات زیادی ایجاد شد و ساختمان‌های زیادی رو خراب کرد و مخصوصاً در سازه فولادی و مخصوصاً در اتصالات شکست‌های زیادی ایجاد کرد و خسارات عجیب غریب زیادی ایجاد شد که همین باعث شد که تحقیقات گسترده ای از بعد از سال 1994 اتفاق بیفته که در حدود سال 2000 حالا کلی ریپورت و آزمایش و کارا که انجام شد باعث شد که اتصالات در سازه فولادی کلن یه جوری عوض بشه. که چی رو بچه ها؟ این اثر تمرکزهای تنش رو یه جورایی از بین ببرن و چه کار کنن که اتصالات شکل پذیر باشه. کلن اون چیزی که در واقع اون اتصالات قبل از زلزله نورتریچ در نظر نگرفته بودن این بحث استرس کانسنتریشن بود که تمرکز تنش‌ها در اتصالات
ممکنه باعث ترد شکنی بشه. انتظار داشته بودند که این اتصالات در زلزله رفتار شکل پذیر داره، یعنی تحمل تغییر شکل رو داره، ولی نداشتن، ترد شکسته بود. که این چیزی که الان در آیین نامه فولاد ماست یا آیین نامه فولاد آمریکاست دیگه، اتصالات بعد از، اصطلاحا بهش میگن اتصالات بعد از زلزله نوسریز هستش، که تا حد ممکن این رو برطرف کرده. و مورد دیگه که هست اینه که فولاد از یه دمای پایین‌تر بچه ها کلن ترد میشه. مثلا بچه ها کشتی تایتانیک، اون جنس فولادی که ازش استفاده کرده بود در این کشتی، یک فولاد اولا خیلی خاص بود و دوما ضخامت خیلی عجیب غریبی داشت. من ضخامتش یادم نیست، ولی این فولاد فوق‌العاده بود که در این کشتی بود. ولی خب وقتی که به اون قسمت‌های یخی رسیده بود در اون دمای پایین، اون فولاد عملکرد چیز داشت، یک عملکرد ترد داشت و با برخورد به اون قسمت‌های یخی دچار شکست شده بود، که اون شکست هم یک شکست ترد بود، که این هم بعداً باز تحقیقات روش انجام شد که منم تو اسلایدهای بعدی اثرات در واقع دمای پایین رو خدمتون میگیم که ببینیم چه اثراتی داره و چجوری لحاظ میشه. خب انواع فولادهایی که تولید میشه رو به صورت کلی، اون فولادهایی که در سازه تولید میشه رو اینجا خدمتون عرض خدمتون میگم. ما به صورت کلی دوستان عزیز، فولاد بسیار متنوع هستش، از فولاد زنگ نزن، استنسیل استیل، تا انواع فولادهایی که در کارهای ماشین سازی استفاده، مکانیکی استفاده میشه، صنایع استفاده میشه، در صنایع لوازم خانگی، به کلی محصولات فولادی داریم بسیار زیاد، که اصلا دوستانی که رشته مواد دارن، متالورژی دارن، اصلا دکترای این رو دارن که چجوری بیان فولاد با مقاصد خاص و با مشخصات مکانیکی متفاوت ایجاد کنن، که با اینا کاری نداریم و اصلا ما هم دنبال اونا نیستیم و به درد ما هم نمیخوره. ولی به صورت کلی سه دسته فولاد هستش که در کاربردهای سازه‌ای کاربرد داره، که این سه دسته چیا هستن؟ یک فولاد کربنی فولادی هستش که به صورت عادی بیشترش کربن و در واقع بیشترش آهن هستش و مقداری کربن در حد 1% داره. این رو بهش میگن فولاد کربنی. فولاد نوع بعدی فولاد کمالیاژ هستش. فولاد کمالیاژ فولادی هستش که همون فولاد کربنی هستش، یه مقداری آلیاژ های دیگه اضافه شده که معمولا کمتر از 5% هستش. حالا اون آلیاژ ها واسه چی استفاده میشه؟ واسه اینه که در واقع مقاومت و ساختار بلوری فولاد رو ریزتر کنه، مقاومت اون رو افزایش بده، خصوصیات محیطی، مقاومت محیطی اون مثل خوردگی و اینها رو افزایش بده. و مورد سوم در واقع های الوی هستش، یعنی با آلیاژ زیاد هستش. و یا اینکه فولادهای خاص مثل چی؟ مثل فولاد آب دیده، یعنی همین فولاد کم آلیاژ کربنی رو ممکنه توی ذوب آهن وقتی که تولید میشه دوباره بازپخت کنن و در هنگام بازپخت آب دیده کنن. همین آبی که در هنگام بازپخت اضافه میشه باعث میشه که شبکه بلوری فولاد ریزتر بشه، که این ریزتر شدن باعث افزایش مقاومت میشه. این فرایند در واقع بازپخت آب دیده کردن اگر چندین مرحله تو در واقع ادامه پیدا کنه ممکنه مقاومت خیلی بره بالاتر. فولادی که به صورت عادی استفاده میشه بچه‌ها در ساختمان کشور ما، معمولا از این نوع فولاد کم آلیاژ هستش به اسم استی 37.
فولاد استیل 37 که حالا مشخصاتش رو تو اسلاید بعدی بهتون میگم، فولادی از این نوع هستش، فولاد کمالیاش هستش. و یه نوع فولاد پرمقاومت دیگه داریم که از نوع همین فولاد با آلیاژ کم هستش ولی بازپخت شده است، و این فولادهای با آلیاژ زیاد معمولا و یا فولادی که هم آلیاژ زیاد داره و هم بازپخت مجدد شده، اینا فولادهایی هستند که مثلا در پیچهای پرمقاومت استفاده میشه. این پیچهای پرمقاومت یا کلا پیچ مهره این اتصالات که تو اتصالات استفاده میشه، اون پیچ ها معمولا بچه ها از خود فولاد از الواستی قوی تر باشن، یعنی ممکنه باعث پارگی تیر جان یا بال یک تیر بشه ولی خودش نباعثی خراب بشه. بنابراین این پیچ ها و که در اتصال استفاده میشه باعثی مقاومت خیلی بالاتری داشته باشن، که این با آلیاژ بالا چون قیمت تموم شده این نوع فولاد ها بالاست، معمولا در یک عضو سازی استفاده نمیشه بلکه در اتصالات استفاده میشه. خب عرض کردم خدمتتون که ما دو نوع فولاد داریم تو ایران به اسم فولاد استی 37 و استی 52. ما از این به بعد دیگه عزیزان من کاری با جنس فولاد و آلیاژ و از کربن ایجاد شده و نمیدونم مقاومت در برابر خوردگیش چقدر اینا نداریم. درس فولاده، ما با نیرو و مقاومت و خصوصیات مکانیکی سر و کار داریم. ما اینجا میخواییم خصوصیات مکانیکی فولاد رو به صورت کلی خدمتتون بگیم. یک مشخصات کلی هستش که توی همه فولادها بچه ها ما اینها رو در نظر میگیریم. سه تا مشخصه کلی هستش. یکی ماجول الاستیسیته هستش یا ای الاستیسی ماجولز. این رو بایستی این سه تا پارامتری که اینجا نوشتیم رو بایستی حفظتون باشه. مقدار ماجول الاستیسیته فولاد که حالا شاید تعریفش رو یادتون رفته باشه، من توی اسلاید بعدی بهتون میگم اصلا ماجول الاستیسیته چیه، این توی درس مقاومت مساله بایستی خونده باشید. این پارامتری هستش، یه جورایی نشون دهنده سختی ماده در حالت الاستیک هستش، که هرچی این ای بیشتر باشه مقاومت در برابر تغییر شکلای اون کمتره. یعنی اگه این ای کم باشه، اگر یه نیروی ثابت وارد می‌کنه تغییر شکلاش بیشتره، اگه این زیاد باشه تغییر شکلاش کمتره. خب پس ای یه جورایی نشون دهنده سختی متریال هستش که بهش میگن الاستیسیتی ماجولز، که شیب نمودار تنش کرنشه. مورد بعدی نسبت پواسون هستش، نسبت پواسون پویسن ریشیو که نو هستش، نو همیشه برابر با 3/10 پویسن ریشیو، نسبت پواسون که همیشه برابر 3/10. نسبت پواسون چیه؟ نسبت پواسون بچه وقتی که یک عضو تحت اثره کشش قرار میگیره، یک عضو تحت اثر کشش قرار میگیره، عرضم به حضورتون دوچار کرنش میشه. کرنش میشه یعنی چی؟ یعنی دوچار تغییر شکل میشه. خب این تغییر شکلی که ایجاد میشه یعنی طولش زیاد میشه، طولش زیاد میشه، طولش زیاد میشه، ولی همزمان بچه ها عرضش هم کم میشه، همزمان عرضش هم کم میشه. پس یک عضوی که تحت اثر کشش قرار میگیره طولش زیاد میشه، عرضش کم میشه، و اگر فشار قرار بگیره برعکس میشه، و اگر تو فشار قرار بگیره طولش کم میشه، عرضش زیاد میشه. این نسبت کرنش عرضی، این کرنشی که در راستای قائم هست به کرنشی که در راستای طولی داره، همیشه یه نسبت ثابته. واسه فولاد یه ثابته، واسه مس یه عدد ثابته، واسه هر متریالی یه مقداری داره، به این مقدار میگن نسبت پواسون. پس نسبت پواسون بچه ها نسبت کرنش طولی به کرنش عرضیه. من اینجا این رو می‌نویسم که من یادتون باشه، ممکنه تو مقاومت مساله یادتون باشه. میشه نسبت کرنش، کرنش هم یعنی تغییر شکل، تغییر شکل نسبی، نسبت کرنش در راستای عرضی که اپسیلون وای باشه
به کرنش طولی که اپسیلون x باشه، چون اینها مختلف علامت هستن، یعنی در جهت x وقتی که طول زیاد میشه عرض از اون ور کم میشه، این دوتا علامتشون با هم دیگه فرق داره، یه منفی میذارم پشتش که کلا مثبت بشه، چون پس این خودش منفیه، همیشه طول زیاد بشه عرض کم میشه، و یا برعکس طول کم بشه تو فشار عرض زیاد میشه، اینا این دوتا همیشه منفیه. یه منفی دیگه میذارم که نوع یه عدد مثبت بشه، حالا یا اینجوری میذارن یا کلا این رو میذارن داخل قدر مفرد که بگن نو همیشه عدد مثبت. پس نو نسبت پواسون بوده که توی مقاومت مساله خوندید. و پارامتر بعدی جی هستش که بهش میگن الاستیک شیر ماجول، همین مثل بالایی که ماجول الاستیسیته بود، این رو بهش میگن شیر ماجول، که در واقع ماجول الاستیسیته برشی هستش که از با توجه به قانون هوک رابطه کلی جی چیه، میشه ای بر روی دو تا یک به اضافه نو. نمیدونم دیگه اینا رو یادتون هست یا نه، اینا تو مقام مساله معمولا بهتون میگن. این رابطه کلی جی اینه، این رابطه کلی جی اینه که اگر نو سه دهم باشه، یک به اضافه سه دهم میشه یک و سه دهم، دو تا یک و سه دهم میشه دو و شیش دهم. پس از این نتیجه شده جی مساوی از با مقدارش برابر با ای بر روی 2.6. پس این جی ماجول الاستیسیته برشی فولاد هستش که مقدارش به این صورت هستش. خب این مشخصاتی که اینجا نوشتم واسه همه فولادها یکسانه. خب برای استی 37 ما دو تا پارامتر داریم که باعث حفظتون باشه، و استی 52 چون این فولادهای رایج ساختمانی که در کل فولاد یک و دو، و حالا بعدا انشالله که بخواد کار فولادی انجام بدیم، ما کلا تو ایران دو تا فولاد رو فعلا بیشتر در دسترس نداریم. استی 37 هستش که تنش جاری شدن اون برابر است با 2400 یا 240 مگاپاسکال، 240 یا 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. واحد اف وای این تنش تسلیمه 2400 اف وای، و تو استی 52 این مقدارش 3600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. این به معنای اینه که واسه این که فولاد به حد تسلیم برسه، یعنی همون شروع نایی پلاستیکی، همون شروع نایی خراب شدگی، واسه حدود 2.4 تن، این تازه فولاد بهش میگن فولاد نرمه، تازه این فولاد نرم است که از نوع فولاد کربونی کمالیاش هستش، و یا اینکه فولاد کربونی با مقدار کربن متوسط، این مقدار سی سی و هفت فولاد کربونی، چون فولاد کربونی خودش باز چهار دسته داره، فولاد با کربن خیلی کم هستش، کربن متوسط هستش، کربن ملایم متوسط و کربن زیاد هستش. این سی سی و هفت فولاد کربونی با کربن متوسطه، این کربن متوسطه، این فولاد آلیاژی بالیاژ کم هستش، فولاد آلیاژی بالیاژ کم هستش. پس از اون سه دسته فولادی که بهتون گفتم، استی 37 میشه فولاد کربنی با مقدار فولاد ملایم، مقدار کربن ملایم عوض میخوام، و استی 52 فولاد بالیاژ کمه، بالیاژ کم فولاد همون فولاد کربنی هستش که یه سری فلزات بهش اضافه شده. FY تنش تسلیم 2400 و FY تو استی 52 برابر با 3600. دو تا پارامتر دیگه داریم که تنش نهایی حد اکثر تنشی که تعامل میکنه با FU نشون میدیم، تو استی 37 برابر است با 3700. ببین پس کلمه 37 از این FU گرفته شده، و استی 52 برابر است با 5200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. پس اینجا متوجه میشید که اسم استی 37 چرا 37ه، چون اف یو یعنی تنش نهایی، یعنی حد اکثر تنشی که میتونه تحمل کنه چقدره، 3700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. پس اینجا وجه تسمیه استی 37 و استی 52 رو متوجه شدید. این دوتا رو واسه بچه ها بدونید، چون دیگه کل فولاد یک دو، و بعدا انشالله تو زندگی حرفه‌ای اگر کاروانسی عمران انجام میدید با اینها سر و کار دارید.
خب ما اینجا یک سری خصوصیاتی رو داریم، مثل همین تنش تسلیم، تنش نهایی، بحث همین اینها در یک آزمایشی تعیین میشن، در یک آزمایش تعیین میشن. خب آزمایش کشش مستقیم، آزمایش کشش مستقیم یه آزمایشی هستش که یک نمونه فولادی معمولا به این صورت، این قسمتی که میبینی این نمونه فولادی ما هستش، که این نمونه، این قسمتی که میبینی این نمونه معمولا این نمونه است، این نمونه ای که اینجوری میبینید، این نمونه معمولا از اون جایی که میخوایم تست کنیم، مثلا بال یه تیر باشه جدا میکنم برش میزن یه همچی شکلی در میاد، یا اگر یه ورق باشه یه ورق رو برش میدن یه همچی شکلی رو در میارن، در یک فک یک دستگاه قرار میدن اینجا، یه الان این دو تا فک از بغل همون ورق رو میبین، این ورق هستش به شکل ورق داخل دو تا فک این دستگاه قرار گرفته، این دستگاه دستگاه کشش مستقیمه که حالا حالت دیجیتال داره، حالت آنالوگ داره، حالت مکانیکی قدیمی هم داره، که این چیزی که اینجا میبینید یه حالت دستگاه کشش مستقیم جدید هستش که حالا تو دانشگاه خودمون هم این دستگاه وجود داره، حالا استفاده نمیشه که یه بحث دیگه است. این دستگاه چی کار میکنه؟ به این عضو، به این عضوی که اینجاست که نمونه فولادی هست، نیرو وارد میکنه تا موقعی که از صفر نیرو وارد میکنه، تا موقعی که دچار شکست میشه، تا موقعی که دچار شکست میشه و نمودار تنش کرنش اون رو حساب میکنه. حالا شاید دوستان عزیز تنش کرنش یادتون رفته باشه، من اول یادآوری میکنم که تنش چیه، کرنش چیه، و بعد بهتون میگم که این نموداری که از این خارج میشه، از این دستگاه که از صفر بارگذاری میکنه تا لحظه شکست، این نموداری که در میاد یه همچین شکلی است، این واسه چند نمونه در آورده، این واسه سه نمونه اینا رو در آوردن که اینجا میبینید این سه تا تسته که یه همچین نمودارهایی در اومده به عنوان آزمایش کشش مستقیم، که این هم نمونه ای هستش که در لحظه شکست قسمت وسطش دچار گسیختگی میشه، این قسمت ها همون فک هستش که به دستگاه اینجا وصل میشه، این قسمت ها گنده تره واسه این که در قسمت فک دچار شکستگی نشه، و قسمت وسط میبینید که باریکتر شده، حتی شکلش اینه، این لحظه شکسته که دچار باریک شدگی شده، این تمرکز تنش ایجاد شده و لحظه شکست به این صورت باریک میشه و دچار شکست میشه. خب پس ما بحث تنش کرنش رو داریم که اینجا تعریف میکنیم تنش چیه، کرنش چیه. اگر ما یه میله‌ای داشته باشیم، یه میله‌ای داشته باشیم که مساحت مقطع اون آ باشه، آ صفر باشه، تحت اثر بار پی قرار گرفته باشه، ما بحث تنش رو داریم. تنش میشه نیرو تقسیم بر سطح، به این نیرو تقسیم بر این مساحت میگن تنش، به این تنش بچه ها تنش مهندسی میگن، الان بهتون میگم چرا بهش میگن تنش مهندسی. و مورد بعدی کرنشه، کرنش که با اپسیلون اون رو نشون میدن، کرنش اپسیلون برابر است با تغییر شکلی که در میله اتفاق میفته تقسیم بر طول اولیه، تقسیم بر طول اولیه. به این دو تا پارامتر حالا ما تو مقاومت مساله به اسم تنش و کرنش شناختیم، ولی اینجا باستی بدونید به این تنش و کرنش مهندسی هستش، با تنش کرنش واقعی فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون در هر لحظه‌ای که بارگذاری میشه، تو همین شکل هم دیدید که مقطع دچار باریک شدگی میشه، بنابراین مقدار مساحت بچه ها ثابت نیست، با بارگذاری مساحت اولیه تغییر میکنه. پس اگر ما همیشه نیروی موجود رو تقسیم بر سطح اولیه کنیم، بهش میگن انجینیرینگ، که معمولا خب این آسون تره که ما تقسیم بر سطح اولیه بکنیم، نه اینکه در هر لحظه بارگذاری بریم ابعاد مقطع رو با حالا مثلا دستگاه های اندازه‌گیری ببینیم مساحت مقطع چقدره. مقدار واقعی که تنش واقعی که اون رو با سیگمای تی نشون میدیم، سیگمای تروه، مقدار واقعی میشه نیرو تقسیم بر مساحت چی؟ مساحتی که الان داره، نه مساحت اولی آسف.
و مقدار کرنشی که اضافه میشه برابر است با، چون دوستان عزیز وقتی که طول زیاد میشه دیگه طول ال صفر نیست، طولش میشه ال، مثلا از این ال صفر وقتی بار گذاشته میشه یه مقداری از ال صفر افزایش پیدا میکنه میرسه به ال. اگر تغییرات طول رو به طول موجود تقسیم کنیم این میشه تغییرات کرنش. تغییرات کرنش که این تغییرات کرنش واقعی هستش، این تغییر کرنش چون تیکه تیکه حساب میشه، تیکه تیکه حساب میشه، بخوایم کرنش کل رو حساب کنیم این باستی این در واقع دیفرانسیل رو باستی از طرف انتگرال بگیریم که این کار اینجا انجام شده. این رابطه رو شاید تا الان ندیده باشید، ولی این جالب اینه که دقیقاً در ابتدای کتاب مثل کتاب مقاومت مسائل جانس دقیقا همون اوائل همین هست، اومده فرق کرنش مهندسی به کرنش واقعی رو توضیح داده. کرنش اصلا کلن چیزی که شما تو مقاومت مسائل هرچی که خوندید همشون مهندسی بودن، چون تنش ها رو تقسیم بر سطح اولیه میکنید، کرنش ها رو تقسیم بر طول اولیه میکنید، نه اینکه تقسیم بر طول واقعی بکنید، چون در هر لحظه که بارگذاری میشه طول افزایش پیدا میکنه، این طولی که افزایش پیدا کرده در این لحظه این طول افزایش یافته طول واقعی هستش. خب این رابطه ای که میبینید برای کرنش، این رابطه کرنش در واقع این ال اگر از طرف این انتگرال بگیریم، انتگرال دی اپسیلون میشه اپسیلون، و این هم که ازش انتگرال بگیرید، انتگرال بگیرید از ال صفر، چون در واقع تغییرات طول از این نقطه ال صفر تا انتها، تا انتها هم که ال صفر به اضافه دلتا ال، انتگرال دی ال به ال شاید دیده باشید دی ایکس به ایکس میشه ال ان ایکس، درسته بچه ها؟ انتگرال یک ایکس سوم میشه چی؟ میشه ال ان ایکس. حالا خیلی مهم نیست، ما این انتگرال برامون مهم نیست که بعد حدود بالا پایین رو جایگذاری میکنیم و در نهایت این اپسیلون تی به دست میاد. اپسیلون تی میشه ln ال صفر به اضافه دلتا ال تقسیم بر ال صفر، ال صفر بر روی ال صفر میشه یک، دلتا ال بر روی ال صفر میشه همون کرنش مهندسی. پس این رابطه آبی که اینجا به دست اومده چیه؟ میگه که اگر کرنش مهندسی رو داشتید، همون چیزی که تو مقاومت مساله خوندید، یعنی دلتا ال تقسیم بر ال صفر، به این صورت میتونید تبدیلش کنید به کرنش واقعی، به کرنش واقعی که اینها بد نیست بدونید بچه‌ها، خیلی نزدیک هم هستن. یعنی به همین خاطرم هست که توی درس مقاومت مسائل ما بیشتر از کرنش مهندسی استفاده میکنیم نه واقعی، چون خیلی اینا هم اختلافی ندارن، یعنی اون جوری هم نیست که فکر کنی که مثلا اختلاف زیادی ایجاد میکنه که ما بریم از کرنش واقعی استفاده کنیم، نیازی هم نیست، همون کرنش مهندسی رو بخوای حساب کنیم کفایت میکنه. و بعد از این کرنش، این کرنش واقعی بود، تنش واقعی هم از این واقعیت که تغییرات حجم ثابته، یعنی تغییرات حجم ثابته، دلتا وی ثابته، یعنی مساحت بعد از بارگذاری با مساحت اولی یکیه، این نسبت نوشته شده، این نسبت وقتی که نوشته شده چون تنش میشه پی تقسیم بر مساحت اولی، مساحت اولی هم از این رابطه جایگذاری شده و از این این رابطه استخراج شده، نسبت به جای نسبت مساحت ها اومدیم این رابطه رو قرار دادیم، چون پی تقسیم بر آصف میشه تنش واقعی، میشه تنش عضو میخوام مهندسی، و ال صفر بر روی ال صفر هم یک، دلتا ال بر روی ال صفر هم میشه کرنش مهندسی. پس این دو نهایت این داستان، این صفحه، این دو کادر آبیه که ما اگر کرنش مهندسی و تنش مهندسی، یعنی این ای اپسیلون و سیگما اپسیلون رو داشته باشیم، چجوری میتونیم ای ترو یعنی واقعی و تنش واقعی رو چجوری میتونیم حساب کنیم. این داستانی بود که تو این اسلاید توضیح دادیم، مفهوم تنش رو بهتون گفتیم، تنش مهندسی، کرنش مهندسی، تنش واقعی و کرنش واقعی. پس این روابطی که اینجا نوشتیم، این محاسباتی که انجام دادیم، فقط صرفا جنبه آموزشی داره و احتیاج نیست که شما بخواید مثلا یه همچین چیزی رو حفظتون باشه، این کلیاتی که بلد باشید کفایت میکنه. خب پس فهمیدید که این نمونهی که به این صورت هست تحت اثر بار قرار میگیره، این بار تقسیم بر سطح اولیه قرار به تقسیم بر سطح اولیه بشه میشه چی؟ در هر لحظه میشه تنش مهندسی، و
اگر تغییر شکل اون رو تقسیم طول اولیه کنیم میشه کنش مهندسی. خب این بار از صفر شروع میشه، یعنی وقتی لحظه صفر یعنی اینجاست، این نقطه صفره، و بار که افزایش میده میاد بالا و بعد دچار روابط یه شکل، و این نقطه نقطه تسلیم، بعد از تسلیم تغییر شکلای غیر الاستیک داره تا موقعی دچار شکست میشه. فرم کلی نمودار تنش کرنش تو فولاد بچه‌ها یه همچین شکلیه. این نمودار آبی هستش. این نمودار آبی نمودار تنش کرنش مهندسی در فولاد هستش که قسمت‌های مختلفی داره، پارامترهای مختلفی داره که اینها برای ما مهم هستش. خب اولا من یک کلیاتی در این مورد این نمودار بگم که چرا چجوری این نمودار اتفاق میفته. خب این نمونه‌ای که در دستگاه تست آزمایش کشش مستقیم قرار میگیره در لحظه صفر که اینجاست، بار نداره، کرنش تغییر شکل هم نداره، نمودار قائم بچه‌ها تنشه، تنش میشه چی؟ میشه نیرو تقسیم بر سطح. یعنی اینجا نیروه، نیرو که افزایش پیدا میکنه تنش داره افزایش پیدا میکنه، نیرو تقسیم بر سطح میشه نیرو، و همینجور که نیرو افزایش پیدا میکنه تغییر شکل افزایش پیدا میکنه. کرنش چیه بچه ها؟ کرنش میشه تغییر شکل تقسیم بر تغییر شکل اولی، این کرنش مهندسیه. خب وقتی که نیرو افزایش پیدا میکنه تغییر شکل هم افزایش پیدا میکنه، تا یه حدی بچه ها همش خطیه، به این محدوده میگن محدوده الاستیک خطی. اینجا اگر این نمونه دستگاه اگر تست متوقف بشه، این تغییر شکلی که توش ایجاد شده برمیگرده سر جای خودش، یعنی در محدوده الاستیک تغییر شکل ها برگشت پذیر هستن، برمیگرده سر جای اول خودش. این نایی الاستیکه که ما بارگذاری سازه فولادیمون همیشه در حالت عادی در این نایی است، نایی الاستیکه، نایی الاستیکه. توی نایی الاستیک یک میله رو یه کوچولو خم وقتی بکنی، یه میله مثلا میلگردی رو کوچولو خم میکنی، ولش میکنی، دوباره صاف میشه. این محدوده الاستیکه که آسیب نبینه عضو، که مثلا فرض کنید ما ندیدیم که فرض کنید بال یه تیر یا بال یا جان یه ستون تحت اثر بار عادی مثلا دفرمه بشه، خم بشه و بر نگرده، این آسیبه بچه ها. اگر بال جانی از یک تیر یا ستون دیدید که دفرمه شده، کج و معوج شده و برنگشته، صاف صوف نشده، این آسیب دیده. یه همچین چیزی مناسب نیست که به عنوان عضو سازی ازش استفاده بشه. پس یک عضو تیری دیدید که رو زمین یکی با چکش چیزی زده خمش کرده، اون قسمت به درد نمیخوره، آسیب دیده، نبایستی استفاده بشه. بنابراین ما در محدوده الاستیک تغییر شکلامو برگشت پذیر است، یعنی آزمایش تست متوقف بشه، ولش کنی میله بر میگرده به نقطه صفر صفر، یعنی تغییر شکلش بر میگرده. خب توی این قسمت تا یه جایی میره و بعدش فولاد یه دفعه شل میکنه به خودش و تغییر شکل زیادی توش ایجاد میشه. به این نقطه میگن نقطه جاری شدگی، که شروع خرابی در عضو فولادی هستش. پس اینجا تا یه حدی هی نیرو رو زیاد میکنیم، بد نیست بدونید که این نیرویی که باعث تسلیم میشه نیروی فوق العاده زیادیه، نیروی فوق العاده زیاده. مثلا واسه SC37 بهتون گفتیم که تنش تسلیم یعنی همین حدود 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، یعنی بر هر سانتش بایستی، هر سانت مربعش بایستی 2.4 تن نیرو وارد کنیم. فرض کن مسافت یه مقطع 2 سانت باشه، واسه 5 تن نیرو وارد میشه، نیروی خیلی زیادی هست. از همین به راحتی نمیتونیم به اینجا برسیم که فولاد یه دفعه مثل آدامسی کش بیاد اینقدر تغییر شکل زیادی توش ایجاد بشه. نیرو زیاد بوده، وقتی که نیرو زیاد هست آسیب میبینه، دچار تسلیم شدگی میشه و یه دفعه تغییر شکل زیادی ایجاد میشه. این ناحیه رو آسیب نمیبینه بهش میگن ناحیه الاستیک، و بعد از این رو کلن بهش میگن غیر الاستیک. این الاستیک رنج، این الاستیک جایی هستش که تغییر شکل‌های پلاستیک اتفاق میفته، و هرچی بیشتر باشه بچه ها اصطلاحاً شکل پذیری بیشتره. پس بچه ها بحث شکل پذیری به قابلیت تحمل تغییر شکل‌های غیر الاستیک میگن شکل پذیری، به قابلیت تحمل تغییر شکل چی؟ غیر الاستیک. الاستیک هنر نیست، الاستیک رو همه میتونن تحمل کنن، ولی بعد از این
بعد از اینکه تسلیم شد، اگه فوری تسلیم نشه، این هنره که تو فولاد به اندازه کافی این خوب هستش. ولی مثلا تو متریالی مثل چدن این وجود نداره. یعنی تو چدن فقط الاستیک رو داره که این الاستیک البته تو نسبت به فولاد عادی خیلی بالاتر، با همین شیب میره خیلی بالاتر، ولی ناحیه پلاستیک نداره چدن، سریع میشکنه. خب پس این از خاصیت فولاد سازه‌ای هستش که این ناحیه غیر الاستیک زیادی داره. خب این ناحیه غیر الاستیک عزیزان من خودش 3 تا ناحیه داره. یه ناحیه افقی داره که بهش میگن پلاستیک رنج، ناحیه پلاستیکی شدن، که گفتم یه دفعه شل میکنه، ولی یه دفعه شل میکنه بچه هم، ولی دچار شکست نمیشه. بایستی باز هم نیرو رو افزایش بدیم، نیرو رو افزایش بدیم تا به تنش نهایی برسه. پس ما یه تنش جاری شدن رو داریم، شروع جاری شدن فولاده، که حالا ما تو این درس به جای اینکه سیگما وای نشون بدیم با اف وای نشونش میدیم. ما تو این درس تنش جاری شدن رو با اف وای نشون میدیم. اف وای همون سیگما وای هستش، تنش جاری شدن، یلدینگ استرس، تنش جاری شدنه. پس ما اینجا تنش جاری شدن رو داریم و بعد از اینکه جاری شد این دچار شکست نمیشه، بلکه بازم نیرو وارد کنیم تا به یه جایی میرسه به نهایت تنشی که میتونه تحمل کنه برسه، که این رو با سیگما یو نشون میدیم، که حالا توی درس گفتیم به جای اینکه تنش رو با سیگما نشون با اف نشون میدیم، این با اف یو، که این رو با ST37 و ST52 بهتون گفتیم. واسه ST37 این مقدار 3700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و واسه ST52 5200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. این اولتیمیت استرنگث، یعنی مقاومت نهایی، این مقاومت نهایی هستش که دیگه بیشترین تنشیه که میتونه تحمل کنه. به این ناحیه که بعد از ناحیه الاستیک هست و فولاد مجدد سخت میشه و سریع دچار شکست نمیشه، بهش میگن ناحیه سخت شوندگی کرنشی، ناحیه کرنش سخت شوندگی، استرین هاردنینگ. مسخره میکنه. و بعد از این ناحیه کرنش سخت شوندگی یک ناحیه نزولی هستش که بهش میگن ناحیه نرم شوندگی. پس ما یک ناحیه سخت شوندگی داریم و یه ناحیه نرم شوندگی، که بعد از این ناحیه نرم شوندگی بعد از این تنش ناحیه‌ای هستش که به سرازیری شکست میفته. به این قسمت نکینگ میگن، یعنی نازک شدگی. خود نک یعنی گردن، نکینگ یعنی نازک شدگی شکلی مثل اینجا. این ناحیه نکینگ هستش که باریک شده، باریک شدگی. باریک شدگی دیگه سرازیری شکست، نیرو نمیخواد افزایش پیدا کنه، بدون افزایش نیرو با نیروی کمی اینجا دچار شکست میشه. این سرازیری شکست هستش. خب یه نکته این که به شیب نمودار تنش کرنش بچه ها میگن کلن ماجول الاستیسیته، ماجول الاستیسیته. به شیب نمودار تنش کرنش ماجول الاستیسیته میگن، ولی به شیب نایه، به شیب نمودار تنش کرنش در قسمت الاستیک میگن یانگ ماجول، که حالا من اون رو با ای نشون دادم. خب به شیب نمودار تنش کرنش بچه ها ضریب الاستیسیته میگن، که به شیب قسمت الاستیک همون ای میگن، که برابر با 2 ضرب 10^5 ده به توان 5 هستش مگاپاسکال یا 200 گیگاپاسکال، که توی اسلاید قبلی گفتیم مقدارش چقدره، 2 ضرب 10^5، که این برابر است با 2. حالا معمولا اون چیزی که استفاده میشه، چیزی که استفاده میشه 2 ضرب 10^6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع استش. حالا یا 2 معمولا تو مراجع 2^1 اومده، یا 2^0.6، 2^1 ضرب 10^6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مقداری هستش که ای تو این درس استفاده میشه برای ضریب الاستیسیته. این ضریب الاستیسیته همون ماجول یانگ هستش، داخل پرانتز بنویسم یانگز ماجول.
ماژول یانگ هستش، همون شیب نمودار تنش کرنش در ناحیه الاستیکی رو واسه دیگه بدونی بچه، 2 × 10^6 یا 2 × 10^5 یا اینجا نوشتیم چقدر 200 × 10^5 گیگاپاسکال، این شیب نمودار تنش کرنشه. پس شیب نمودار تنش کرنش به این صورت به دست میاد. این شیب نمودار قسمت سخت شوندگی مجدد حدود در حدود 1/30 اینه که خیلی کمتر، 1/30 این ایه این قسمت. خب یه نکته ای که هست اینه که بچه ها در این ناحیه الاستیک وقتی که میخواد جاری بشه، وقتی که میخواد جاری بشه این ناحیه الاستیک، یعنی از این ناحیه الاستیک میشه میخواد خارج بشه وارد ناحیه شروع ناحیه پلاستیک بشه، یه شکل اول غیر خطی رو داریم، یه قسمت غیر خطی رو داریم خطی نیست، و بعدش یه اقتشاشی داریم و بعدش وارد ناحیه پلاستیک میشه، معمولا اینجوریه. خب اینجا چند تا نقطه است، چند تا تنش داریم که این تنش ها معمولا، حالا تو مواد مساله میگم من سریع میگم شد، یه نقطه داریم به اسم سیگما پی که بهش میگن حد تناسب. حد تناسب آخرین نقطه ای هستش که دیگه رابطه خطیه، یعنی تا قبل از این خطیه، بعد از این غیر خطی میشه، از حالت خطی خارج میشه. پس ما یه سیگما پی داریم حد تناسبه، یه سیگما ای داریم که حد الاستیکه، تا این سیگما ای معمولا اینجا ما رفتار الاستیکه، بعد از این غیر الاستیکه، که این بد نیست بدونید این نقاط من یه مقداری دور کشیدم، اینا همشون خیلی نزدیک به هم هستن و ارزم به حضورتون یه حد بالای جاری شدن داریم، سیگما وای ال رو داریم و سیگما وای یو رو داریم، که این نقاطی که اینجاست اون قسمتی که از همه بالاتره بهش میگن حد بالای تنش، تنش تسلیم، و حد پایین تنش تسلیم. ولی خود تنش تسلیم کجاست؟ این سیگما وای کجاست؟ این یه نکته مهمه که میخواستم این رو بگم. روش تعیین تنش تسلیم چیه تو آزمایشگاه؟ تو آزمایشگاه بعد از این که این نمودار به دست اومد، این نمودار آبی، میان این قسمت خطی رو به اندازه 2000 به فاصله 2000 در واقع ترسیم میکنن، اصطلاحا یه آفست 2% انجام میشه. دوستانی که اوتوکد کار کردن یه دستور هست به اسم آفست، این آفست یعنی فاصله دو خط موازی، وقتی که میخوایم در واقع کپی کنیم دو خط موازی رو به فاصله بین اینها، به این کپی با فاصله مشخص میگن آفست. این الان آفست 2000 یا اصطلاحاً 0.2% وقتی که آفست انجام بشه میشه این یکی خط. این یکی خط هر جایی که نمودار تنش کرنش رو قطع کنه میشه تنش تسلیم. پس این رو این نکته یادتون باشه، تنش تسلیم در آزمایش تست کشش مستقیم چجوری تعیین میشه؟ با استفاده از روش آفست 0.2%. این نکته مهمی هستش که یادداشت بفرمایید بچه ها، روش تعیین تنش تسلیم در آزمایش کشش مستقیم با استفاده از روش آفست 0.2% انجام می شود. پس این تنش تسلیم به این صورت محاسبه میشه. خب بریم استراحت بکنیم بچه ها، یه روبی استراحت میکنیم، بعدش برمیگردیم و در ادامه اسلایدها در خدمتتون خواهم بود. بحث مربوط به شکل پذیری و مقاومت هستش در نمودار تنش کرنش انواع فولاد ها. ما انواع فولاد ها رو داریم، فولاد نرمه داریم مثل ST52، این اینجا که نوشتیم A36، این یه چیزی شبیه همون ST37 هستش در فولاد ما، چون ما انواع فولاد ها در استاندارد آمریکایی داریم. این فولادی که ما داریم ST37 و ST52 یه جورایی برگرفته شده از استاندارد اروپایی هستش، اصلا مقاطعی که داریم بچه ها استاندارد اروپایی هستش توی در واقع فولاد سازه‌ای که در ایران وجود داره. خب این نموداری که میبینید فولاد A36 هستش، این A36 معادل با یه چیزی شبیه در واقع ST37 ما هستش. این نمودار ST37 ببینید که یک نموداری هستش، قسمت الاستیکش
خیلی چسبیده به محور قائمه که نشون میده که تو قسمت الاستیک تغییر شکل فوق العاده کوچیکه. تو قسمت الاستیک تغییر شکل خیلی کوچیکه و بعد از الاستیک کلی تغییر شکل داریم. خب این تغییر شکل ها بعد از تسلیم رو بهش میگن شکل پذیری، و هرچی محور قائم بیشتر باشه، سختتر باشه، مثل سی 52 این بالا باشه، این مقاومتش بیشتره. معمولا بچه ها تو فولاد ها مقاومت یعنی بیشترین تنشی که میتونه تحمل کنه با شکل پذیری رابطه عکس داره، یعنی هرچی مقاومت افزایش پیدا میکنه از اون ور شکل پذیری کاهش پیدا میکنه. تعریف شکل پذیری چیه؟ داکتیلیتی که اون رو با مو نشون میدم، مو مساوی است با کرنش نهایی، یعنی حد اکثر کرنشی که میتونه تحمل کنه تقسیم بر کرنش حد تسلیم، یعنی کرنشی که باعث تسلیم عضو متریال میشه. خب این مو کمترین مقدارش یکه، یعنی این حالتی که بعد از تنش تسلیم ما تغییر شکل پلاستیکی نداشته باشیم، این دیگه بدترین حالت ممکنه. یعنی هرچی مو به یک نزدیکتر باشه فولاد ترتر میشه مثل چدن، و هرچی مو از یک بیشتر باشه شکل پذیرتر میشه فولاد نرمه. پس این نکته ای است که باید بدونید که نسبت شکل پذیری به مقاومت معمولا نسبت عکس هستش، ولی واسه فولادهایی در این میانه ممکنه فولادهایی رو هم داشته باشیم که هم به اندازه کافی مقاومتشون خوب باشه و از اون طرف هم شکل پذیریشون هم مناسب باشه. یه جورایی حالا در جلوتر بحث این مساحت زیرش رو میگیم، این مساحت زیرش رو میتونیم یه جورایی هم نشاندهنده مقاومت باشه و هم نشاندهنده شکل پذیری. چیزی که در اینجا نشون داده که بهش میگن تافنس. تافنس به معنی طاقته. طاقت یک فولاد میشه مساحت زیر نمودار تنش کردش، تافنس. هرچی تافنس بیشتر باشه به معنای اینه که هم شکل پذیریش زیاده و هم مقاومتش زیاده. این یک فولاد مطلوبه. ما ممکنه یه فولادی باشه، فولاد نرمه باشه، فولادی باشه که این مقاومت مساحتش یه دفعه کم شده باشه و شکل پذیریش زیاده، ولی چون یه ارتفاعش کمه، یه باند باریک باشه، در کل تافنسش کم باشه. پس مساحت زیر نمودار تنش کرنش رو بهش میگیم مقاومت، که این مقاومت هرچی بیشتر باشه نشون دهنده اینه که این فولاد هم مقاومت و هم شکل پذیری اون بیشتر هستش. خب یک پارامتر دیگه ای داریم به اسم ماجول رزیلینس ماجولز که بهش میگن مدول مقاومت، که به مساحت قسمت الاستیک میگن، به مساحت قسمت الاستیک میگن ماجول آف رزیلینس. که این ماجول آف رزیلینس چیه؟ میشه مساحت این مثلثی که اینجا میبینی، یک دوم قاعده ضرب در ارتفاع، میشه یک دوم تنش تسلیم ضرب در کرنش تسلیم، یک دوم تنش تسلیم ضرب در کرنش تسلیم. که مثلا واسه فولاد ST37 این UR چون کرنش تسلیم، بچه ها خود کرنش دوباره میشه تنش تسلیم، حالا تنش تسلیم اگر با FY نشون بدیم، کرنش تسلیم خودش با استفاده از قانون هوک میشه چی؟ میشه FY تقسیم بر ضریب الاستیسیته، میشه FY بر روی E، و یا به عبارتی این مساوی است با چی؟ میشه FY به توان دو، FY به توان دو تقسیم بر دو ای، تقسیم بر دو ای. این UR رو میتونیم حساب کنیم. مثلا واسه ST37 ببینیم این چقدر میشه. من یک نرم افزار از این نرم افزاری به اسم Wolfram Mathematica بچه استفاده میکنم، محاسبات رو تو این انجام میدم، یه جورایی نقش ماشین حساب رو واسه ما داره. ولی این نرم افزار ماتماتیکا بچه ها یک نرم افزار فوق العاده پرقدرت هستش. اسمش رو ببینید بچه ها، Wolfram Mathematica. از دوستان میخوام که حالا اونایی که کامپیوتر دارن این نرم افزار رو نصب کنن، یک نرم افزار فوق العاده است که از اون میتونیم همه نوع محاسباتی رو انجام بدیم. من محاسباتی که دارم تو فولاد رو اینجا انجام میدم،
چون شما اگه بخوام تو ماشین حساب خودم انجام بدم، شما نمیبینید اینجا، من میخوام که محاسباتم رو ببینید شما که به چه صورتی انجام میدم. من اینجا میخوام در واقع مودول اف رزیلینس رو واسه فولاد ST37 و ST52 به دست بیارم. میبینید که ظاهر این نرم افزار مسماتیکا بعد اینکه باز میکنید چیه؟ شبیه یه نوتپدی، خیلی ساده است ولی اینجوری نیست. خب من یو آر رو میخوام حساب کنم. یو آر رو واسه فولاد ST37 میشه اف وای به توان دو تقسیم بر دو تا ای، حالا اسمش رو دارم ای اس ای فولاد. خب اف وای فولاد ST37 یه مقدار زوم میکنم، اف وای فولاد ST37 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و ای اس که ضریب الاستیسیته یا مدول یانگ باشم 2.1 × 10^6. این میشه یو آر. یو آر واسه ST37 میشه 1.371 و همین واسه ST52 میشه چقدر؟ میشه 3.59. پس واسه ST37 میشه 1.37. پس یو آر رو اینجا می نویسم واسه ST37 میشه 1.37. وادش کسی میدونه چیه؟ به نظرتون وادش چیه؟ همون واد تنش میشه، واد تنش میشه، چون تنش به توان دو تقسیم بر ای هم وادش تنشه، یکی از وادهای اینها واد این با این ساده میشه، وادش میشه واد تنش. پس این وادش این میشه 1.37 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، چون واد تنشی که استفاده کردیم کیلوگرم بر سانتی متر مربع بود. پس فور ST37 میشه 1.37 و واسه ST52 شد چقدر؟ واسه ST52 شد 3.26 259 3.26 گردش میکنیم 3.26. اینم تافنس بود، بس اوز میخوام مجول آف رزیلینس بود. هرچی بیشتر باشه به چه معناست؟ هرچی بیشتر باشه به معنای اینه که در محدوده الاستیک این میتونه مقاومت بیشتری داشته باشه. پس این مودول آف رزیلینس شبیه تافنسه، تافنس مربوط به همشه، هم مساطق الاستیک و غیر الاستیک، ولی رزیلینس فقط مربوط به مساطق قسمت الاستیک هستش. خب اینم از این مورد مودول آف رزیلینس. مساطق زیر نمودار تنش کورنش در قسمت الاستیکه. خب مورد بعدی بچه‌ها اثر گرماست بر روی مقاومت فولاد. همون جوری که میدونید افزایش دما باعث کاهش مقاومت میشه، هم باعث کاهش تنش تسلیم میشه، هم باعث کاهش ضریب الاستیسیته میشه و از یه دمایی به بعد این دیگه داغون میشه. خب معمولا بچه‌ها اون دمایی، ببینید اینجا من نمودار یک سری فولاد رو آوردم، یکی اینجا نوشته Q235. این نوع فولاد هایی که اینجا میبینید مربوط به فولاد هایی هستش که تو کشور چین استفاده میشه، ولی میبینید اینجا نوشته میلد استیل، یعنی فولاد نرمه. این دوتای اولی فولاد های نرمه هستن، یعنی چیزی شبیه ST37 هستش. و این قرمزه چی نوشته؟ نوشته های استرنگز استیل، یعنی فولادی مثل فولاد ST52 هستش. و اون بالای Q460 یه بازم یک فولاد خیلی پرمقاومت تر هستش. خب پس این دوتا قرمز فولاده پرمقاومت و این دوتا پایین فولاده نرمه هستن. خب این افزایش دماست محور افقی از 0 تا 1000 درجه رو اومده تست کرده. این رو من از یه مقاله به اسم وانگ 2013 هست که یه چینی هستش، اومده بررسی کرده 4 تا فولاد رو تحت اثر در واقع دماهای مختلف، اومده مقاومتش رو یعنی تنش تسلیمش رو حساب کرده،
گفته که تنش تسلیمش با دما، یعنی اف وای تی تقسیم بر تنش تسلیم اولیه، میبینید چقدر کاهش پیدا کرده. این نکته ای که هست اینه که فولادهای نرمه در دمایی مثل 600 درجه، دمایی مثل 600 درجه چقدر شده؟ مثلا این یکی فولاد نرم 80% مقاومتش رو از دست داده، یعنی رسیده به 2 دهم. یعنی تو دمای 600 درجه چقدر از دست داده؟ 80%. این یکی فولاد چقدر از دست داده؟ 60%. این یکی چقدر از دست داده؟ در حدود 30%، 600. ولی یه دفعه در دمای 800 درجه همه فولادها تقریبا میتونیم بگیم دماج در حدود 80% مقاومتشون رو از دست داد. ببینید دمای 800 درجه و چهار در یک آتش سوزی گسترده به راحتی دما بالای 1200-1500 درجه میره. به همین خاطر هستش ببینید تو 800 درجه ببینید فولاد چی ازش مونده؟ هیچی. 80% مقاومت رو از دست داده. اصلا یک طبقه اگر دچار فرو ریزش بشه به صورت کلی کل یک ساختمون معمولا فولادی به این خاطر از بین میره. نکته همین که عرض کردم که در یک آتش سوزی گسترده دما بالای 1000 درجه به راحتی میره. در یک آتش سوزی بچه ها از زمان صفر که آتش سوزی شروع میشه تا بخواد به اون آتش سوزی گسترده بره ممکنه بچه ها نهایتش نیم ساعت یه ساعت بیشتر طول نکشه. چیزی که هم تو همون ساختمون پلاسکو اتفاق افتاد، یک آتش سوزی گسترده اتفاق افتاد و در طی یک ساعت کل سازه دچار فروریزش شد. به همین خاطر این سازه فولادی یه مقداری در برابر آتش سوزی ضعیف هستن، که البته اون ساختمون پلاسکو به هر حال اون گزارشی که هست حالا یه سری موارد مشکوک رو داره که از اونها کاری باش نداریم، عایق آتش سوزی نداشت، ساختمون قدیمی بود و کلی دلایل داشت که ازش بگذاریم. فقط یه نکته جالب هستش توی این نمودار اینه که در بین دمای 150 تا 500 درجه اون فولاد پر مقاومت نه تنها مقاومتش کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده بوده، 10% افزایش پیدا کرده، که توی مقاله چینی که در واقع ارائه شده بود این اولی بار بود که این رو میدیدن. این یه نکته جالب بود. در این محدوده بین 150 تا 500 درجه فولاد پر مقاومت افزایش مقاومت هم داره، یه دفعه 10 تا 15 10% حدود در افزایش مقاومت داره که توی این قسمت نشون داده. خب این اثر گرما بود. حالا بریم سراغ اثر سرما بر روی فولاد. اثر سرما بر روی فولاد بچه دوستان عزیز ببینید این افزایش دماست و این ور کاهش دماست. ما در فولاد از یه جایی به بعد وقتی که دما کم میشه دیگه فولاد از شکل پذیری در میاد و تبدیل به تورت میشه، یعنی داکتیل میشه شکل پذیر، بریتیل میشه تورت. یه دمایی هست از یه دمای پایین تر مثلا منفی 30 درجه، مثلا منفی 40 درجه، به این دما که دیگه فولاد از فاز داکتیل یعنی شکل پذیر تبدیل میشه به فاز بریتیل، مثل همون فولادی که در کشتی تایتانیک بود، به این دما میگن دمای دی بی تی تی، دمای دی بی تی تی که اینجا میبینید داکتیل تو بریتیل. ببینید دی بیش از این اومده، دی بی داکتیل تو بریتیل ترانزیشن تمپریچر، یعنی انتقال دما، دمای انتقال از داکتیل یعنی شکل پذیر به بریتیل که میشه تورت. پس دمای انتقال از در واقع رفتار شکل پذیر به رفتار تورت در فولاد بچه‌ها یک پارامتر مهم هستش و در این در دماهای پایین باستی فولاد به اندازه کافی مقاومت داشته باشه. در فولادی که ما در ساختمون ها هم استفاده می کنیم بایستی اثر سرما رو هم لحاظ کنیم، چون ساختمون ها هم به هر حال در شرایط محیطی قرار می گیرن و ممکنه در همون شرایط هوای سرد زلزله هم بیاد، عین زلزله بم که تو زمستون اتفاق افتاد. پس فولاد نبایستی در دمای پایین تبدیل بشه به بریتیل. پس این نکته یک نکته مهمی هستش. به همین خاطر یک تست دیگه اینجا هستش که
بهش میگن تست ضربه یا ایمپکت تست. این ایمپکت تست یک تستی هستش که اینجا یه شکلی میبینید، اینجا تو این شکلی که اینجا میبینید یک چکشی اینجا هستش یا هامری هستش به این دستگاه، کلا بچا میگن دستگاه تست ضربه آیزود، آیزود ایمپکت تست. این شکلی هم که میبینید این یکی از اولین دستگاه های تست ایمپکت بوده که استفاده شده. یه نمونه فولادی رو این قسمتی کوچولو این پایین قرار میده، یه نمونه که سرد باشه، این نمونه سرد رو حالا که یا تو شرایط محیطی قرار گرفته سرد شده و یا اینکه حالا تو یه حالا تو شرایطی نگهداری شده، یه نمونه فولادی کوچولو اینجا قرار میدن و این بهش ضربه میزنن و اگر اینکه ضربه زد تو این شکل رو میبینید این چکش است، میارم بالا ضربه میزنه به نمونه. نمونه کجاست؟ نمونه این پایینه، نمونه این پایینه، میاد بهش برخورد میکنه. اگر ترد باشه یعنی نتونه این نیرو رو خیلی تحمل کنه، خب معلومه این خیلی میاد بالا. ولی اگر نه این نمونه ضربه رو تحمل کنه و این چکش خیلی نیاد بالا، نشون میده که این فولادی که اینجا هست مقاومت خوبی داره. پس ارتفاع اولی H باشه، ارتفاع نهایی H صفر باشه، هرچی این اختلاف اینها بیشتر باشه، هرچی اختلاف اینها بیشتر باشه، این نشون میده انرژی بیشتری جذب کرده. به مقدار انرژی که جذب میشه تو این حالت بهش میگن طاقت ضربه، طاقت ضربه. که این طاقت ضربه یا انرژی که در واقع جذب میشه در این نمونه‌ای که اینجاست بهش میگن حالا این تست ضرب، این انرژی هستش که از این تست ضربه به دست میاد. پس انرژی میشه چی؟ میشه MgM، جرم این هامر، این جرم این در واقع چکوشی است که اینجاست. G هم که حالا همون G زمینه، شتاب عمومی گرانش زمینه. H هم ارتفاع اولیه، H پریم ارتفاع بعد از ضرب است، بعد از ضرب است. پس به این صورت در واقع انرژی محاسبه میشه. ما تو این در واقع تست ضربه به دو صورت انجام میشه. اگر این نمونه به این صورت قرار گرفته باشه، یعنی این نمونه‌ای که میبینید اسپسیمنت که نوشتین آبیه، همون نمونه فولادی که در دمای سرد قرار گرفته اینجا میذارن و ضربه میزنن که دوچار شکست بشه. اگر در بین دو تا فک قرار گرفته باشه، اصطلاحا به صورت یک تیر دو سر ساده قرار گرفته باشه اون نمونه و به این صورت ضربه بزنه، به این تست میگن تست شارپی. این بالا میبینید تست شارپی. و اگر نه این نمونه در پایین فیکس بشه و ضربه زده بشه، یعنی این نمونه به صورت یه تیر یه سر گیردار قرار بگیره، بهش میگن تست آیزود. پس ما دو حالت داریم که معمولا بچه ها این آیزود تست قدیمی بوده که گاهی وقتا میدیدن که این ضربه میزده خم میشده و نمیشکسته، جالب نبوده. و حالت جدید تست شارپی هستش که حتما در بین دو تا فک قرار گرفته و این ضربه میزنه و حتما میخوان که دوچار شکست بشه، چون اینجا هم یک اصطلاحا ناچی ایجاد میشه. این ناچ همین سوراخی که هست که اینجاست، ابعاد سوراخ، ابعاد این نمونه، همه اینا استاندارد هستش که نمونه که اینجا قرار میگیره بایستی این ابعاد رو داشته باشه. پس یه سوراخی اینجاست و تو این حالتی که آیزود باشه سوراخ سمت ضرب است. این سوراخ اینجا هم باز سوراخ داره که این سوراخش سمت چیه؟ سمت ضرب است، ولی اینجا سوراخ پشت ضرب است توی شارپی. خب به هر حال به این صورت بایستی ضرب زده بشه، این ای انرژی که در واقع به دست میاد بیشتر دیگه از نوع شارپی هستش. توی مبحث 10 مقررات ملی ساختمان که آیین‌نامه فولاد ماست، جلسه قبل خدمتون گفتیم توی مبحث 10 مقررات ملی ساختمان اومده توضیح داده. من این شکل رو که این جدول رو که می‌بینید از مبحث 10 آوردم. اومده چی گفته؟ گفته محدودیت فولاد مصرفی در مبحث 10 مقررات ملی. این جمله‌ای که می‌بینید دقیقاً از آیین‌نامه است. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که گفتم دیگه این رو متوجه می‌شید. چی گفته؟ گفته طاقت نمونه شیار داده شارپی، همون ای استاندارد ورقا و اجزای مقاطع فولادی گرم نورد شده در چه دمایی؟ در دمای منفی 20 درجه بایستی حداقل 27 ژول باشد.
این آیین نامه است. معمولا بچه ها در یک محصولی که از کارخانه ذوب‌آهن یک دسته محصولات وقتی که تولید میشه، تست شارپی هم انجام میشه. یعنی میان یه تیکه ازش بر میدارن، این تیکه رو میبرن تست میکنن در دمای منفی 20 درجه، باعثی این انرژی که اینجا تحمل میکنه این باعثی حداقل چقدر باشه بچه ها، حداقل 27 ژول باشه، که حالا اینجا اومده گفته انواع فولادها با ضخامت فلان در چه در دمای منفی 27 درجه تو حالتهای مختلف میبینید که 27 ژوله. پس به صورت کلی این جمله رو بدونید، دمای مقاوم طاقت نمونه شارپی در دمای منفی 27 درجه فولادهای سازه باسی در حدود 27 ژول باشه، که من واسه این قسمت واسه این یه تکلیفی آخر درس بهتون دادم. این تکلیفی که آخر سر دادم، اومدم جرم رو دادم، گفتم که جرم این هامر، این چکش مثلا اینقدره، مثلا 20 کیلوه، این اچش مثلا 60 سانته، اینم اچش بعد از ضربه مثلا میشه 35 سانت، این جی هم که 981. گفتم این ای رو حساب کنید، ای رو که حساب کردم بعد گفتم این ای که حساب کردید آیا واسه فولاد مناسب هستش یا نه، یک فولاد ساختمانی اگر از 27 ژول بیشتر باشه میگید که مناسبه، اگر نبود میگی مناسب نیست. پس این راهنمایی هستش که اون تکلیف آخر سر که بهتون گفتم ازش استفاده کنید. خب پس اینم در مورد آزمایش شارپی هستش. بریم سراغ انواع مقاطع فولادی که در ساختمون استفاده میشه، استراکچرال استیل سکشنی داره. به صورت کلی بچه‌ها ما دو دسته مقطع داریم، مقاطع گرم نورد شده سمت چپ هستش، هات رول استیل سکشن رو داریم، و مقاطع سرد نورد شده. مقاطع گرم نورد شده ببینیم یه مقطع یه دست هستش که از کارخانه ذوب‌آهن اینها در یک حالتی مثل این بر روی ریل های قرار میگیره و اصطلاحاً در بین یک رول های این فرم بهش میدن و این در واقع یک پارچه است و این شمش فولادی که در حالت نزدیک دمای مضاف هستش مثل حالت خمیری داره، تو این روله ها وقتی که حرکت میکنه فرم بهش میدن، رولد میشن اصلا، این به این میگن رول شدن و فرم داده میشه و مقاطع ایجاد میشه. این رو بهش میگیم مقاطع گرم نورد شده. و مقاطع سرد نورد شده cold form steel مقاطعی هستن که از ورق درست شدن و بعد از اینا در واقع بچه ها ورق هستن و در حالت دمای معمولی به اینها شکل داده شده، فرم داده شده، خم شده که به این رسیده. پس اینا ورق هستن و خم شدن، اینا خم نشدن بچه ها، اینا تو حالت داغ، تو حالت گرم اینا فرمدهی شدن. چیزی که در سازه های فولادی در این درس استفاده میشه بچه ها چیه؟ اینا هستش، مقاطع گرم نورد شده است، نه مقاطعی که ورق هستن و در حالت سرد اینها رو فرمدهی کردن، متال شیت شده. یعنی اینا ورق بودن، ورق های فلزی بودن و عملیات های خمکاری روی آن انجام شده که یه همچین شکلی ازش استفاده کردن. اینها بیشتر کاربورت های سازهی دارن و اینها بیشتر کاربورت های غیر سازهی دارن. حالا غیر سازهی ها مثل همین لولای در و پنجره و اینایی که میبینید، اینا اکثرا مقاطع سرد نورد شدن، یعنی ورق بودن خمکاری شده و تبدیل شده به این مقاطع. ولی بچه ها اینها کاربورد سازه‌ای هم دارن که اصلا تو درس ما به اینها نمیپردازیم، ولی اصول طراحی و اصول کار با اینها هم پایش اینه. یعنی ما بایستی اول این رو بخونیم، متوجه بشیم چیه، اون درس طراحی سازه سرد نورد شده رو هم یه چیز شبیه این سازه گرم نورد شده است. پس ما تو این درس با سازه سرد نورد شده اصلا کاری نداریم، مقاطع سرد نورد شده، و هر چی مقطع استفاده می‌کنیم مقاطع گرم نورد شده است. مقاطعی که به صورت گرم نورد شده ایجاد میشن چند دسته هستن. مهمترین دسته اونها بچه‌ها مقاطع آی شکله، مقاطع آی شکله.
مقاطع آی شکلی که تو کشور ما سه دسته مهمه. یکی مقاطع آی ان پی هستش، مقاطع آی ان پی که این قسمت بال داخل شیپ داره، و مقاطع آی پی ای هستش که این قسمت داخلش شیپدار نیست، و مقاطع آی پی بی هستش، این مقاطع آی پی بی هستش، این بیش رو ننوشتم، اینا مقاطع آی پی بی هستش که بال پن هستن. بچه ها به این میگم بال، به این قسمت میگم بال، به اینجا میگم بال، و به این پایین میگن جان. پس ما یه بال داریم و یه جان داریم در مقاطع آی شکل. پس این بال یا فلنج، بال یا فلنج، و این قسمت چیه؟ این قسمت جانه. پس یه مقطع آی شکل دو تا بال داره و یه جان، جان هم میشه و. پس مقاطع آی شکل دو تا بال داره، بال بالا و بال پایین، و وب هم که میشه جان، مقاطع آی شکل. خب پس مقاطع آی ان پی چیه؟ قسمت داخلی فلنج چیه؟ شیپ داره، ترپت یا اسلوب داره، شیپ داره. فرقش با این اینه. این دوتا مقطع بچه ها بیشتر کاربردشون در چیه؟ این دوتا اینا در ساخت تیر، معمولا در تیرها استفاده میشه. پس این دوتا مقطع بیشتر کاربردشون در تیرها هستش. این دوتا مقطع استفادهشون توی چیه؟ اینا استفادهشون بیشتر در تیرها، این دوتا مقطع. این دوتا مقطع کاربردشون کجاست؟ توی تیر هاست. خب اینجا زیرش می نویسم بیشتر کجاست؟ توی تیر ها، بیمز، تو تیرها استفاده میشه. و تو کشور ما بچه ها این مقاطعی که شیپدار هستن، یعنی آی ان پی هستن، اینها به علت همین که شیپ داره توی اجرا وقتی که میخوان تو دلی اجرا کنن معمولا مشکل اجرایی داره، و یا اینکه کمتر در واقع تولید میشه. معمولا کارخونه زبان اهواز قدیم از این مقاطع ایجاد میکرد، برای مقاطعی که جدید ایجاد میشه بیشتر آی پی، یعنی تقریبا میتونیم بگیم 90% اون چیزی که تو بازار هست مقاطع آی پی هستش، که حالا بیشتر باز هم تو کارخونه، باز هم زبان اصفهان داریم، هم زبان اهواز داریم، حالا زبان های جای دیگه هم داریم که مقطع ایجاد میکنه که بیشتر چی هستن؟ آی پی هستن، یعنی اون چیزی که معمولا شما میشنوین مقاطع آی پی. مثلا میگن آهن شاخه، مثلا آهن 18 شاخه شده مثلا فلان قیمت، وقتی که این رو میگم معمولا منظور این مقطع است، آی پی 18. خب آی پی ای ها هستش. خب این اسم آی پی 18 یعنی کجاش 18 باشه، ارتفاع به این، ارتفاع مقطع به این اچ، که حالا معمولا اون رو با دینش، حالا اینجا تو اینجا که آوردیم این رو با دقیقا برعکسه، حالا معمولا به این H میگن ارتفاع مقطع، به این H میگن ارتفاع مقطع، و اگر این H 18 سانت باشه بهش میگن IP 18. مثلا ما انواع IPE داریم، از IPE 12 داریم که کاربرد سازه‌ای داره، IP 120 به معنای این که این ارتفاع کلش 12 سانته، تا IPE حالا چند نمونه می نویستم، آی پی 14 یا 140 میلیمتر، آی پی 16 160 میلیمتر 16 سانت ارتفاعش، آی پی 18، آی پی 20 20 آی پی 22، آی پی 24. اینا چون مهم هستش بچه ها،
من اینا رو می نویسم یه بار واسه همیشه که بدونید آی پی ها چه مقاطعی رو داریم. آی پی 24، بعد از 24 بچه 26 نداریم، آی پی میشه 27 و آی پی 30. بعد از 30 ما مثلا 32 نداریم، 33 داریم. بعد از 33 مثلا 34 نداریم، 35 نداریم، آی پی 36 رو داریم، 360 رو داریم، آی پی 360 رو داریم. بعد از اینها، حالا این وب رو هم یه مقدار جمع جورش کنم بیاد اینور، بعد از آی پی 360 یه دفعه آی پی 400 رو داریم. پس اینا آی پی هایی هستن که تولید میشن. بعد از آی پی 360 آی پی 400 رو داریم، بعد از 400 450، بعد آی پی ای 500 50 سانت، آی پی 550 و آی پی 600. از 550 رو داریم، آی پی 600 یعنی 60 سانت ارتفاعش باشه که یک آی پی یک گردن کلفته. این کل آی پی دیگه از 60 سانت بیشتر نداره. پس آی پی های ما حالا کمتر از 12 هم داریم، آی پی 10 هست، آی پی 8 هم هست، حالا آی پی 8 و 10 و اینا که کاربرد سازه ای ندارن. اینا مقاطع آی پی هستش که کاربرد سازه ای داره، ولی حالا تو بازار کشور ما متاسفانه مقاطع بیشتر از آی پی سی تقریبا سخت ایجاد سخت پیدا میشه. چرا؟ چون تولیدش کمه. متاسفانه از سی به بعد تو بازار سخت پیدا میشه. آی پی 600 مثلا ممکنه اصلا تولید نشه، من واقعا اطلاع ندارم حالا تولید میشه نمیشه. به همین خاطر مقاطع تیرهایی که نیاز به ارتفاع زیاد داره، مثلا تو پل ها که ارتفاع 60 سانت باشه، ما یه ارتفاع تیری که 60 سانت باشه ندیدیم آی پی. واقعا کسی دیده مثلا آی پی 60؟ من خودم ندیدم، واقعا ندیدم در صورت حضوری. و چون به علت این، چون وارداتش هم وجود نداره در کشور ما به خاطر بحث تحریم ها، معمولا جاهایی که نیاز هست که مقطع بیشتر از این باشه، این رو میان به صورت تیر ورق درست میکنن. یعنی یه ورق میارن پایین، یه ورق بالا، یه ورق تو جان، و اینا رو به هم دیگه جوش میکنن. این پس به این صورت درست میشه. آی ان پی ها هم دقیقا به همین صورت، از 12 تا 600 آی ان پی داریم که گفتم اینا کمتر استفاده میشه. آی پی بی ها که بازم اینا متاسفانه تولیدش تو کشور ما کمتر. آی پی بی ها، این آی پی بی ها کاربردش رو بچه ها تو ستون ها هستش، این ستون ها هست. حالا یه نکته ای هم که یادم رفت اینه که ما پهنای، ببینید پهنای بال بی که حالا با بی اف نشونش میدیم، بی اف، بی فلنجه، و این ارتفاع هم که حالا دی اچ نوشته، ولی در ادامه درس ما این رو با دی نشون میدیم، دقیقا برعکس. ما این ارتفاع کل رو حالا در ادامه درس با دی نشون میدیم و این رو با اچ. من این اینا رو وقتی که میخوام داخل گروه بذارم اینا رو اصلاح میکنم انشالله. اینا رو دقت نکردم، از یه جایی برداشتم، حواسم نبود که اینا جا به جای با ادامه درس ما نمیخونه. این ارتفاع کل اگر حالا همین اچ باشه، این در مقاطع آی پی بی تقریبا اچ با بی یکی، و توی مقاطع آی ان پی یا آی پی این اچ تقریبا دو برابر بی، یعنی ارتفاع کل تقریبا دو برابر پهنای باله. پس تو تیرها معمولا و اینا تو کاربرد شده تو تیرهاست و چی، و این اچ کل، ارتفاع کل تقریبا حدودا دو برابر پهنای باله، اچ تقریبا دو برابر پهنای باله. و این ستون ها کاربردشون توی آی پی بی کاربردشون توی ستون هاست و این اچ تقریبا با بی معمولا یکیه. یعنی تا آی پی ای فکر کنم تا آی پی بی 26 اینجا یکی هستن و بعدش یه مقداری این اچ از بی بیشتر میشه. این آی پی بی ها حالا ابعادی که داره از آی پی بی 12 است، 14 است،
14 16 18 20 22 24 ببین اینجا دیگه 27 نداره مثل IPB. به صورت زوج از 12 داره 14 16 18 20 IPB 20 22 24 26 28 داره 30 داره 32 داره 34 هم داره 36 داره تا 36 به صورت زوج همه رو داره تا 36 بعد از 36 یه دفعه میشه 40 38 رو دیگه نداره پس اینجا دوستان داره تا 36 تا 360 رو همه داره پس این مقاطع IPB از به صورت دو تا دو تا همه رو داره فرد دیگه نداره مثل IPE 24 بعد میشه 27 30 33 اینجا فرد داره 27 داره 33 داره ولی اینجا همش زوج به صورت دو تا دو تا میره بالا تا 36 بعد از 36 یه دفعه میشه 40 IPB چه نوشتم E IPB این هم IPB IPB بعدش میشه 40 بعدش 5 تا 5 تا اضافه میشه 40 45 50 55 60 و بعد از 60 10 تا 10 تا اضافه میشه 60 70 80 90 100 IPB تا 1 متر ارتفاع هم داره 1 متر حدودا در 1 متر خیلی گردن کلفته که این رو هم من خودم هم ندیدم پس اینجا من دیگه اینایی که زیادن نمی‌نویسم فقط میگم که این تا IPB 1000 داره تا IPB 1 متر ارتفاع رو داره که خیلی مقطع گردن کلفتی هستش این شاخه ها هم معمولا شاخه های مقاطع آی شیک معمولا 12 متری هستن شاخه بچه ها 12 متری هستش که استفاده میشه و یه نکته دیگه هم که یادم رفت بگم این آی پی بی ها معمولا خودشون در سه دسته تولید میشن آی پی بی های سبک آی پی بی های متوسط و آی پی بی های سنگین که این به این ضخامت بالشون ارتباط داره آی پی بی های سبک ضخامت بالش کمتره آی پی بی های متوسط ضخامت بالشون متوسط آی پی بی سنگین ضخامت بالش بیشترین گردن کلفتره و معمولا ما تو این درس از آی پی بی های متوسط منظورمون این آی پی بی که میگیم منظور آی پی بی متوسطه و کلا از آی پی بی متوسط در این درس استفاده میکنیم تو کشور ما هم آی پی بی متوسط تولید میشه اون چیزی که هست و آی پی بی سبک و سنگین رو نداریم خب اینم مقاطع آی پی بی مقاطعی رو داریم به این شکل به این مقاطع میگن مقاطع ناودونی یا مقاطع یو شکل ما معمولا بهش میگیم مقاطع یو شکل در استاندارد اروپایی و در کشور خودمون و در استاندارد آمریکایی بهش میگن مقاطع سی شکل یا سی شیپد که حالا اینا رو اسمشون چیزی که هست مقاطع یو ان پی هستش یو ان پی هم معمولا از 8 داریم از یو ان پی 80 داریم یعنی H که D باشه از 80 داریم به بالا تا IMP حدود است. از UNP 8 داریم این مقطع 8 UNP 10 رو داریم UNP 8 هستش UNP 10 رو داریم 10 سانت این ارتفاعش 10 سانت باشه به اندازه طول یکی از انگشتان شما معمولا IP 10 این ارتفاعش UNP 12 رو داریم 14 رو داریم این UNP 10 12 14 خیلی کاربرد داره در کجا بیشتر در بادبندها استفاده میشه حالا دو تا از اینها سر به سر استفاده میشه مثلا این رو یه مقدار کوچیک کنم این رو اجازه بدید که اضافاتش رو کروب کنم خب این معمولا وقتی که اینجوری دو تا کنار هم قرار میدن به عنوان یه مقطع شبیه باکس اینا وقتی که دو تا کنار هم دیگه قرار میگیره و به صورت واسه باتبند به کار گرفته میشه حالا یا دوستا اینا اصطلاحا دو تا یو ان پی فیس تو فیس ده فیس تو فیس داره ما مقطع رو هم داریم که بک تو بک هست بی بی هستش اینا اف اف هستش معمولا تو بادبندها دو تا مقطع چیه بچه‌ها فیس تو فیس هستش حالا بک تو بک هم ممکن استفاده بشه بک تو بک اینجوری بک تو بک هم ممکن استفاده بشه خب اینا باز کاربردشون چیه دوستان عزیزم بیشتر توی بادبندهاست البته این مقطع اینجوری ممکنه
واسه تیر هم استفاده بشه، این هم ممکنه واسه ستون هم استفاده بشه، ولی این چیزی که معمولا در کشور ما استفاده میشه این دو تا UNP فیس تو فیس، و این چیه؟ این دو تا UNP بک تو بک، پشت به پشت، این رو به رو. این کاربرداش، پس کاربرداشون چیه؟ بیشتر توی با مهار بند هاست. پس کاربردش چیه؟ تو بادبند هاست. معمولا این سه تا، حالا UNP 16 ممکن استفاده بشه، UNP 16 نسبتا شاید تو ساختمان های بلندتر، معمولا تو ساختمان های عادی UNP 10 حتی 8 جواب میده، تو یه جفت 8 10 12 جواب میده به عنوان بادبند. این کاربرداش پس اینجا می‌نویسیم واسه بریس ها، بریس به معنای بادبند ها، بادبند بریس، عضو بادبندی رو بهش میگن بریس. پس این کاربردشون تو بادبند هاست. یه البته UNP تا UNP 300 هم داره فکر کنم، آخریش فکر کنم 300 باشه، دقیقا مطمئن نیستم، من دیگه آخرش رو نمی نویسم. پس این مقاطع ناودونی بود. مقاطع بعدی که استفاده میشه یکی مقاطع نبشی هستش و مقاطع سپری. مقطع نبشی یا L shape یا بهش انگل هم میگن، انگل به معنای زاویه، ولی اینجا مقطع انگل سیکشن به معنای مقطع چیه؟ مقطع نبشی هستش. مقطع نبشی حالا ممکنه به صورت ترکیبی استفاده بشه، ولی بیشتر کاربرد نبشی ها در بحث اتصالاته. و مقطع سپری یا تی شکل رو هم داریم که این مقطع تی شکل هم باز توی بحث اتصالات بیشتر استفاده میشه، و یا اینکه در این دوتاشون هر دوتاشون در قسمت های غیر سازه‌ای، مثلا تو والپوست ها. والپوست چیه بچه ها؟ والپوست وقتی که اسکلت سازه اجرا میشه این مقاطع نبشی حالا یا شاید هم تی شکل به تیر و ستون وصل میشه که دیوار به این صورت مهار بشه و تحت اثر نیروی زلزله اینا به صورت خارج از صفحه اون دیوارها خراب نشه. به این مقاطع نبشی اینا میگن والپوست. خب یه مقطع دیگه داریم، مقطع زد شکل هستش که مقاطع زد شکل معمولا توی سوله ها استفاده میشه. این سوله که میبینید مقطع زد شکل، البته این چیزی که این عکسی که میبینید یه مقطع زد شکل سرد نورد شده است، گرم نورد شده نیست، ولی به هر حال واسه این که منظورمون رو برسونیم این رو آوردیم. به این تیرها که به صورت عمود بر قاب‌های اصلی یه سوله قرار میگن بهش میگن پلین. پلین پلین یا لاپه، فارسی بهش میگن لاپه. این در واقع تیرهای لاپه رو بدونید چیه، یا پلین بهش میگن. این تیرهایی که به صورت عرضی ما بین در واقع قاب‌های اصلی سوله قرار میگن پلینه، که معمولا مقطع زد شکله. چرا زد شکله؟ علتش اینه که وقتی که سقف روی این قرار میگیره، سقف روی این قرار میگیره، این مقطع زد شکل این نیروی، چون مرکز سطح این مقطع زد شکل این وسط هستش، وقتی که نیروی ثقلی وارد میشه، حتی اینجا نمیتونم، این نیروی ثقلی از مرکز سطحش میگذره و این دوچار پیچش نمیشه. پس به علت جلوگیری از پیچش مقاطع زد شکل بهینه ترین مقاطعی هستش که در سطوح شیبدار ازش میتونیم استفاده کنیم. خب مقاطع دیگه ای که داریم مقاطع لوله ای هستش و مقاطع باکس هستش که اصطلاحا بهشون مقاطع HSS میگن، هالو استراکچر سیکشن هستش. این مقاطع رو معمولا، مقاطع باکس رو ما مقاطع قوطی هم میگیم، حالا قوطی مستطیلی داریم، مقاطع قوطی مستطیلی هم داریم که طول عرضشون یکسان نیست. مقاطع حالا لوله ای کمتر توی بحث‌های سازه استفاده میشه، ممکنه چیز ساختمانی استفاده میشه، بیشتر اگر استفاده بشه تو کاربردهای سازه صنعتی استفاده میشه. مقطع میله داریم، میله، مقطع بار رو داریم، مقطع پلیت هم داریم. خود ورق هم خودش میتونه یه مقطع باشه، ورق باشه. یه ورق که عرضش از 8 اینچ 8 تا 2.5 تا میشه حدود 20 سانت، از حدود 20 سانت بیشتر باشه بهش میگن ورق. اگه عرضش کمتر از 8 اینچ باشه بهش میگن میله. میله که واقعا میتونه یه میلگرد باشه، این میلگرد میتونه مقطعش
دایره‌ای باشه که همون میلگرد، واقعا این مقطعش میتونه مستطیلی باشه که داره کمتر استفاده میشه، اصلا کاربردی نداره. ولی خب ورق معمولا داره، اگه ورق ارزش کمتر از 8 اینچ باشه بهش میگن بار، بار یعنی میله. پس ما بار و پلیت رو داریم که معمولا پلیت استفاده میشه. اینا مقاطعی بود که بچه ها در کشور ما هستش و اینا استانداردهای اروپایی هستش. ما استانداردهای آمریکایی رو هم داریم. البته این مقطع اینم هست، یادم رفت بعدش مقاطع آمریکایی رو نشونتون میدم. این شکلی هستش که به صورت رایجی تو کشور ما استفاده میشه، مقاطع لان زنبوری اصطلاحاً یا castellated beam. این castellated در واقع همون مقطع IPE هستش که برش داده شده و یه مقدار جابجا میشه و دوباره جوش داده میشه. علت استفاده از این مقطع در واقع لان زنبوری یا این شکل مقاطع دایره شکل ازش خارج شده اینه که با جابجا کردن این مقطع IPE ارتفاعش بیشتر میشه، ارتفاع که بیشتر بشه مومان اینرسیش بیشتر میشه و مومان اینرسی که بیشتر بشه این با یه مقطع کوچیکی میتونیم نیروی بیشتری رو تحمل کنیم که البته این شرایط خاصی داره و همه جا نمیتونیم استفاده بشه ازش بکنیم. خب و این تیرم به عنوان یه مقطعی که در جانش به هر دلیلی ما یک بازشو قرار دادیم، یه مقطع است که حالا این مقطع حالا غیر استانداردی هستش. این مقاطع لان زنبوری سلامی. خب این مقاطعی که تا الان عرض کردم اینا مقاطع اروپایی بود که در کشور ما هم وجود داره، مقاطع آمریکایی اینا هستن. مقاطع آی شکل بچه ها، چه آی شکل بالپن چه آی شکل معمولی با بال باریک، با مقاطع آی شکل با بال باریک که همون آی پی ای و آی ان پی بودن، اون آی پی ای ها و آی پی بی ها که هم بال باریک و بال پن بودن، کلن مقاطع آی شکل رو توی استاندارد آمریکایی رو بهش میگن مقاطع دبلیو، مقاطع دبلیو، دبلیو شیپ. پس مقاطع دبلیو کلن مقاطع چی هستن بچه ها؟ مقاطع آی شکل هستن، آی شکلی که اینجا شیپ نداره. اونایی که شیپ داره بهش میگن مقاطع اس، که این اسش حرف اول سلوپه، یعنی به سمت نوشته سلوپینگ اینساید فیس، یعنی صورت به سمت داخل، فیس به سمت داخل شیپ داره. اونایی که یعنی معادل آی ان پی های ما، اینا بهشون میگن مقاطع اس و مقاطعی که کلن آی شکله، چه آی سبک باشه چه آی باریک باشه چه آی سنگین باشه، همشون دبلیو که با دو تا عدد مشخص شده. عدد اول ارتفاع مقطع بر حسب اینچ، عدد دوم وزنه، وزن یه متره. دبلیو 18 55 کیلوگرم مثلا بر متر، بر هر متر این وزنه. این عدد هرچی بیشتر باشه نشون میده مقطع ارتفاعش بیشتر هستش، و هرچی این عدد دوم بیشتر باشه نشون میده مقطع سنگین تر هستش. پس چه مقاطع دبلیو چه مقاطع اس با دو تا عدد نشون میده، اولیش ارتفاع مقطع است، دومی وزن بر طول متر، بر طول متر. مقاطع دوباره انگل رو داریم با طول حالا مساوی و طول های نامساوی، یعنی اکوال لگ و آن اکوال لگ انگل که استاندارد خودمون به همین صورت. مقاطع چنل هستش، همون ناودونی که با سی نشون میدیم. مقاطع تی هستش، همون سپری هستش. میله ها رو داریم، ورق داریم، پایپ رو داریم و مقاطع HSS. مقاطع کلن تو خالی رو بهش میگن مقاطع HSS که مقاطع باکس هستش. اینا مقاطع آمریکایی بودن. خب بجز اینها ما جاهایی که ممکنه مقطع تک جواب نده میتونیم از مقاطع ترکیبی استفاده کنیم که اصطلاحاً بهشون میگن بلت آپ سکشن، مقاطعی که با هم دیگه حالا با جوشکاری به هم دیگه وصل میکنن. یه نوع خیلی که استفاده میشه این مقطع آیه با ورقهای چیه؟ با ورقهای تقویتی که اینجا نوشتیم دبلیو شیپ وید کاور پلیت، پلیتای پوششی هستش، یعنی ورقهایی هستش که به صورت تقویتی بالا پایین قرار میگیره. خب این یه حالت هستش، این حالتی که گفتیم که اگر مقطع استانداردی جواب نده خودمون میتونیم مقطع درست کنیم، یا مقطع آی شکل درست کنیم. حالا یا اینجا مقطع آی شکل، اینجا مقطع باکسه که حالا باکس
میتونه واسه ستون به کار گرفته میشه. حالا دوبل نبشی رو داریم، دابل انگل و دوبل ناودونی رو داریم که این همون شکل بک تو بک از فیس تو فیسش هم گفتیم که کاربردهای تو بادبند رو داره. این مقطع یه مقطع ناودونی هستش به اضافه یه مقطع آی شک که حالتی که یه مقطع ناودونی هم پایین باشه رو هم داریم. این مقطعی هستش که ممکن تو پل ها به کار برده باشه. و مقاطع صلیبی شکل مقاطعی هستن که از دو طرف قراره که تیر جوش بشه به بال، این طرف و اون طرف قرار میدن که این اتصالات راحت تر انجام بشه. یه مقاطع صلیبی یه مقدار اجراش سخته و یه مشکلات اجرایی خاص خودش رو داره. مقاطع سرد نورد شده که ازشون تو این درس استفاده نمی کنیم، مقاطعی مثل مقاطع این شکلاشون که میبینید، این همشون ورق هستن که با خمکاری درست شده. این مقاطع سرد نورد شده کاربردی تو درس ما ندارن. مقطع کانال رو داریم، مقطع زد که پلین باشه که این رو دیدید که تو سوله به کار برده شد. ممکنه سوله مقطع خود از ساز اصلی گرم نورد شده باشه ولی پلینش سرد نورد شده باشه. این در واقع شکل سیگما مانندی هستش که به صورت برای واسه بیما کار برده، نبشی هستش، سی هستش و زد و از این داستان ها. اینا مقاطع سرد نورد شده هستش که کاربردی واسه ما نداره. خب عزیزان من، ما آیین‌نامه های مختلفی رو داریم تو بحث طراحی سازه فولادی که مهمترین اونها در کل دنیا آیین‌نامه آمریکاست. یه جورایی میتونیم بگیم که آیین‌نامه مادر و آیین‌نامه بالادستی مبحث 10 مقررات ملی ساختمان در کشور ما هم همین آیین‌نامه AISC هستش که چیه، مخفف American Institute of Steel Construction هستش، که این آیین‌نامه یه قدمت حدود 100 خورده ساله داره. یعنی اولین ورژنش فکر کنم مربوط به 1910 اینا باشه، بالای 100 سال سابقه داره. خب بجز این ما آیین‌نامه آشتو رو داریم که مربوط به این آشتو مربوط به در واقع مقررات مربوط به بزرگراه‌ها و ارزم به حضورتون حمل و نقل تو آمریکا آشتو هستش که یه سری آیین‌نامه داره واسه این اولی AISC بیشتر مربوط به ساختمان هستش، ساختمان فولادی. دومی مربوط به پل‌های بزرگراهی و ایناست و حالا یک سری دو تا دیگه هم هستش، آرما رو داریم و American Iron and Steel Institute رو داریم که AISI هستش که اینا رو ما کمتر از این استفاده میکنیم. معمولا چون ما ساختمون و پل مد نظر ماست از این دو تا آیین‌نامه استفاده میشه که این اولی معادل با مبحث 10 مقررات ملی ساختمان هستش. در واقع یه جوری تقریبا هر چی تو مبحث 10 میخونیم یه جوری داخل این هستش، تقریبا همش نه، یه قسمت های مبحث 10 داره که این آیین‌نامه نداره و یه چیزایی بالعکس، یه چیزایی تو این هست که تو مبحث 10 ما نیست. ولی میتونیم بگیم که اون چیزایی که تو مبحث 10 هست تقریبا همش از این برگرفته شده، چون این آیین‌نامه ای هستش که در واقع اوریجینال هستش. خب پس این آیین‌نامه ای هستش که استفاده میشه. ولی ببینیم روش طراحی ساز فولادی چی؟ روش طراحی ساز فولادی چی؟ یعنی چجوری میتونیم بگیم که وقتی که یک اسکلت فولادی رو داریم، چون ما بچه ها هدف از طراحی ساز فولادی طراحی اسکلت یک ساختمون رو در نظر بگیرید. این ساختمون یه سری اول یه پی داره، یه سری ستون داره، بعد تیر داره، بعد دیوارها ساخته میشه، سقف ساخته میشه، دیوارها ساخته میشه و بعد وسایل اینا داخل این ساختمان قرار میگیره، نازوکاری و اینا انجام میشه و بعد وسایل قرار میگیره. این کلن میشه ساختمان. اون چیزی که از دست نظر ما سازه است اون اسکلت. پس ما وظیفمون تو این درس طراحی این اسکلت است. خب این اسکلت که در واقع تیر ستون هستش، بایستی وزن این ساختمانی که روی این سوار شده، یعنی وزن سقف و دیوارها و آدما و بارهایی که بعداً به این سازه وارد میشه، مثل بار باد، باران،
برف، زلزله، اینا که بعدا وارد میشه، همه اینا رو باعث این اسکلت تعامل کنه. خب این اسکلت پس تحت اثر بار هستش. بار، این بار باعث میشه این نیروها که به اسکلت وارد میشه، باعث میشه داخل هر کدوم از اعضا توش تنش ایجاد بشه، توش تنش ایجاد بشه، توش نیرو ایجاد بشه. خب چند تا روش، دو تا روش کلی اینجا من بهتون میگم، روش های مختلف، روش های دیگه هم هست، ولی من دو تا روش اینجا به صورت کلی بهتون میگم که چجوری بفهمید که فرض کن من واسه این سقف، واسه این تیر میخوام آهن 18 بذارم، از کجا بدونم این آهن 18 کفایت این نیروها رو میده؟ خب اینجا دو تا رابطه داریم. یک، اگر اون آهن 18 تنشش کمتر است از تنش تسلیم تقسیم بر یک ضریب اطمینان شد، اگر اینجوری شد میگیم بله این آهن 18 جواب داده. پس ببینید FS یک ضریب اطمینانه، FS یک سیفتی فاکتوره. سیفتی فاکتوره که این معمولا بزرگتر از یک هست، معمولا بزرگتر از یک، مثلا 1.6، مثلا 2. این یه مقداری داره که حالا این مقدار سیفتی فاکتور چقدر باشه رو آیین‌نامه مشخص کرده. حالا بزرگتر یا مساویه با این رو آیین‌نامه مشخص کرده. پس اینجا ما تنش موجود رو داریم، تنش داخل عضو رو داریم، بایستی جوری باشه که به حد تسلیم نرسه. پس این تنش هستش. Presented stress in the member، در اون عضو. پس این تنش، تنشی که حضور داره داخل عضو، بایستی کمتر از تنش تسلیم تقسیم بر یه ضریب اطمینان باشه. پس این FY هم همون تنش تسلیم بود که تعریفشون رو تو نمودار تنش کرنش نشونتون دادیم، یعنی به همون مقدار تنش تسلیم نرسه، نه تنش نهایی. پس این yielding stress، yielding stress میشه تنش تسلیم، تنش تسلیم. این روش رو بهش میگن روش تنش مجاز، به این میگن روش تنش مجاز، بهش میگن allowable stress design. اینجا وقتی که میخوایم تنش ها رو حساب کنیم، بایستی بارها رو به سازه وارد کنیم. بارهایی که اینجا به سازه وارد میشه بارها واقعی هستن، یعنی بار مرده، همون بار مرده با همون ضریب، بار زنده با همون ضریب عادی، بار زلزله رو به صورت عادی وارد میکنیم، تنش ها رو حساب میکنیم. این تنش ها مثلا بایستی به نصف تنش تسلیم برسه. اگه اینجوری بود اوکیه، اگه تیر رو چک کردید اینجوری بود اوکی، ستون رو چک میکنی اگه اینجوری بود اوکی، همه اعضا رو تک تک چک میکنی، اگر تنشاش کمتر از تنش مقدار تنش مجاز شد، به این میگن تنش مجاز. یادم رفت بنویسم این اف آ، اف الو هستش، این اف الو هستش، تنش مجاز هستش. پس اینا رو اجازه بدید یه مقدار بیارم عقب‌تر. پس خود این اف آل، اف الوه، بایستی تنش موجود کمتر از، چرا اشتباه نوشتم، تنش موجود بایستی کمتر از، از تنش موجود بایستی کمتر از تنش مجاز باشه. تنش مجاز خودش چیه؟ معمولا یک تنش تسلیم تقسیم بر یک ضریب اطمینان. پس اینجا هم اجازه بدید بنویسم این تنش مجاز، یعنی allowable stress، همین چیزی که اینجا نوشتم، این allowable stress. پس این روش تنش مجاز به این صورته، بایستی تنش داخل اعضا رو حساب کنیم، اگر تنش داخل اعضا کمتر از تنش مجاز بود اوکی. این روش آسان ترین روشی هستش که برای طراحی سازی فولادی استفاده میشه و همون AISC که گفتم قدمت 110 ساله داره، اون 110 سال پیش روشی که استفاده شده بود اینه. اونجا میگفت که آقا شما برو تنش رو حساب کن. تنش ها رو هم بچه ها شما در درس مقاومت مساله یاد گرفتید، تو این درس البته ما تنش ها رو حساب نمی کنیم، نگران نباشید، ولی تنش ها رو مثلا توی درس مقاومت مساله، مثلا تنش داخل یه میله تحت کشش میشد چقدر؟
میشد نیرو تقسیم بر مساحت تنشش حساب میشد. مثلا میگه تنش پیچشی رو حساب کردید، تو رو حساب کردید که میشد در واقع تی آر بر روی جی، اگه یادتون باشه تنش برشی تحت پیچش. یا مثلا در درس مقاومت مساله تنش خمشی که در تیرها است سیگما مساوی است با ام ایگرگ تقسیم بر آی، شاید یادتون باشه تنش تنش برشی داخل تیر میشد چقدر، میشد وی کیو تقسیم بر آی تی. پس تنش ها رو در حالت های مختلف یاد گرفتید در مقاومت مساله. حالا اگه یادتون رفته این یه مورد دیگه است. در هر صورت به منظورم اینه که تنش ها قابل محاسبه است، چون ما وزن سازه رو داریم، بار مرده رو داریم، بار زنده رو داریم، میدونیم چقدر بار هست و با استفاده از این بارها تنش حساب میشه و چک میکنیم. اگر کمتر از تنش مجاز میگیم بله این مقطعی که در نظر گرفتی اوکی است، ولی اگر جواب نداد، مثلا آهن 18 جواب نداد، آقا میری 20 رو چک میکنی، 22 رو چک میکنی، همین جوری یه روند سعی و خطاست، چک میکنی تا موقعی که ببینی اولین مقطعی که جواب داد اون اوکیه. خب این روش، روش تنش مجاز که دیدید بر مبنای مقاومت مساله است، یک روش خوبی بوده، ساده بوده و استفاده میشده. ولی چی؟ ولی به این نکته رسیدن که دوستان عزیز من نمودار تنش کرنش رو در نظر بگیرید، اف وای کجاست؟ اینجاست. یه جورای روش تنش مجاز فقط این قسمت از نمودار تنش کرنش رو لحاظ میکنه و میگه که آقا تنش حتی مثلا به 6 دهم اف وای نرسه، مثلا اینجا سطح تنش رو محدود میکنه، میگه آقا تنش در این محدوده باشه اوکیه، این سازه جواب داده. اگه تحت اثر بارهای مرده، تحت اثر بارهای زلزله، تحت اثر همه بارهایی که ممکنه داشته باشیم، اگه سازن تنشش بیفته تو این حد، این سازه آسیب نمیبینه و ایمن هست، سیف هستش. خب اینجا نکته مهمی که هست اینه که اینجا فقط یه قسمت الاستیک رو در نظر گرفته و کلن رفتار کلی مقاومت واقعی که عضو میتونه تحمل کنه رو لحاظ نمی کنه. به همین خاطر در حدودای اوائل مثلا دهه 70 و 80 میلادی، در حدود 40 سال پیش، به این فکر افتادن که این روش تنش مجازه روش خوبی نیست، روش خوبی نیست. چرا؟ چون ما تو زلزله بایستی مقاومت دقیق رو داشته باشیم، چون زلزله باعث خرابی میشه. ما بایستی این قسمت هایی که تحمل میکنه در موقعی که عضو میخواد خراب بشه بایستی لحاظ کنیم این قسمت ها رو. پس روش دیگه ای توسعه یافت عزیزان من به اسم روش LRFD که اینجا مقاومت عضو لحاظ میشه در این روش جدید، یعنی حالتی که بعد از تسلیم هست این حالت رو در واقع در نظر گرفته. این روش جدیدی که توسعه پیدا کرد اسمش Load and Resistance Factor Design و یا به صورت معروف LRFT. کل این کتاب، کل این درس که ما با اون در سر و کار داریم توضیح روش LRFTه. روش LRFTه چی میگه؟ میگه که بارهایی که به عضو وارد میشه رو شما افزایش بده، بارهایی که به عضو وارد میشه رو افزایش بده. پس بارها رو میبره تو حالتی که سازه رو بخواد خراب کنه. این بارهایی هستن که باعث خرابی سازه میشه، بارهای افزایش یافته است. و از این ور چیه؟ RN مقاومته، یعنی اون حد اکثر چیزی که میتونه تحمل کنه بعد از اینکه تسلیم میشه. RN مقاومت اسمی بهش میگن و در یه فی ضریب کاهشی هم ضرب شده. پس ببینید اون چیزی که میتونه تحمل کنه با یه ضریب کاهشی، یعنی مقاومت کاهش یافته، بایستی از بار افزایش یافته بیشتر باشه. اگه اینجوری بود میگیم این مقاومت اوکی هست. پس روش LRFTE فلسفهش چی شد عزیزان من؟ اینه که مقاومت کاهش یافته بایستی از بارهایی که افزایش دادیم بیشتر باشه. اینو بهش میگم روش LRFTE که دیدن این روش LRFTE روش
معقولتری هست، نتایج بهتری میده. گاهی اوقات سازه هایی که به این روش طراحی میشن سبکتر از این سازه است و گاهی وقتا سنگین تر هم میشه. در هر صورت چون بر اساس مقاومت هست معقولتر است، و یا به عبارتی دیگر این روش تنش مجاز گاهی وقتا سبکتر بود، گاهی وقتا سنگین تر بود، ولی این اطمینان رو نداشتیم که مثلا در طی زلزله این رفتار مناسبی آیا داره یا نداره. ولی اینجا چون مقاومت رو دیدیم تو حالتهایی که سازه میخواد خراب بشه، ما این اطمینان قلبی رو خواهیم داشت. حالا جلوتر بهتون میگیم که این حالتهای خرابی در سازه چه حالتهایی هستن. چند تا اسلاید بیشتر نداریم، اینا رو سریع بهتون میگم، حالا فکر کنم یه آخر وقتم هست. به صورت کلی روش الارفتی فلسفهش اینه، این چیزی که نوشتیم، مقاومت ضرب در ضریب مقاومت، رسیستنت ضرب در ضریب مقاومت که معمولا یک ضریب کاهشیه، بایستی چی باشه؟ مقاومت بایستی بیشتر از بارهای افزایش یافته باشه. این بارهای افزایش یافته رو که با سیگما کیو آی گاما آی ضرب در کیو آی نشون میدیم، که این نشون دهنده ترکیبی از بارهاست. این که میبینید بارهای وارد به سازه است، مثلا ترکیبی از بار مرده و زنده و زلزله و ایناست، ترکیبی از اینا، به همین خاطر یه سیگما گرفته. معمولا این گاما ضریب افزایشی هستش، بیشتر از یک هستش، و این فی ضریب کاهشی هستش، یعنی مقاومت کاهش یافته واسه بیشتر از بارهای افزایش یافته باشه. خب حالتهایی که خرابی که در سازه داریم تو روش الارفتی، پس میریم تو حالتهای خرابی دیگه. اصلا ما بچه ها روش تنش مجاز رو میبوسیم میذاریم کنار، با روش تنش مجاز اصلا کاری نداریم. بحث ما کلن بر روی روش الارفتی هستش. از این به بعد کلن تا آخر ترم، فولاد یک، فولاد دو، تا موقعی که فولاد دارید، بحث طراحی سازه فولادی الارفتیه دیگه، اون روش تنش مجازی هست میشه. فقط یه نکته باز داخل پرانتز بگم که روش تنش مجازی از آیین‌نامه فولاد ایران حذف شده، از آیین‌نامه ASC حذف شده، ولی باز هم استفاده میشه. کجاها؟ تو سازهای سردنورد شده بچه از روش تنش مجاز استفاده میشه، الارفتی هم استفاده میشه اون سردنورد شده ها. توی کلن سازه هایی که مثل سازه هایی که با آب بهداشتی سر و کار داره، میخوایم که ترکی چیزی در سازه نباشه، سازه بتونی، اونا هم باز روش تنش مجازی بازم طراحی میشن. پل ها، خیلی از پل ها همین الان هم باز با روش تنش مجاز طراحی میشن، چون روش تنش مجاز توی این ها خیلی دست بالاست و اصلا نمیخوام وارد خرابی بشن. چون نمیخوام وارد خرابی بشن، بحث زلزله ایران رو ندارن، اینا با همون روش تنش مجاز طراحی میشن. ولی تو بحث طراحی ساختمون ها بچه ها روش تنش مجاز حذف شده، ساختمون عادی، ولی روش تنش مجاز بازم کاربردهای دیگه ای داره که ما البته تو این درس روش تنش مجاز رو نمیگیم، هرچند روش آسون، خیلی آسون تر از روش الارفتی. روش الارفتی روش سختری است، چون مقاومت اون چیزی که واقعا میتونه تحمل کنه تو لحظه شکست رو بازی لحاظ کنیم. به صورت کلی دو دسته حالتهای حدی داریم، لیمیت استیت داریم. خود لیمیت استیت چیه؟ لیمیت استیت یه چیزی شبیه همون حالت خرابیه، ولی تعریف لیمیت استیت اینه، لیمیت استیت اون حالت حدی هستش که بعد از اون سازه نمیتونه عمل کرده خودش رو درست داشته باشه، که دو دست است. پس حالت حدی چیه؟ یا حالتی هستش که بعد از اون سازه نمیتونه عمل کرده مناسبی داشته باشه. ما دو دسته حالت حدی داریم، دو دسته حالت حدی داریم، حالت‌های حدی مقاومت رو داریم و حالت‌های حدی سرویس رو داریم، حد سرویس یا حد خدمت رسانی. حالت‌های حدی مقاومت مربوط به حالتی هستش که بخواد تیر یا ستون یا بادبند، یعنی اعضای سازه‌ای خراب بشن، مثل که مثل زلزله. تو این حالتی هستش که سازه ممکنه خراب بشه، که اینجا باز دو تا حالت هستش. یکی حالتی هستش که عضو ممکنه تحت اثر
حالا به علت تسلیم شدگی باشه یا به علت ناپایداری، این عضو ممکنه خراب بشه که حالا اینا رو بعدا بحث میکنیم، کلا در طول ترمینا رو میگیم. پس حالت حدی مقاومت رو داریم که عضو میتونه خراب بشه، وارد معدود پلاستیک بشه یا ناپایدار بشه، خراب بشه. و حالت حدی سرویس رو داریم. این حالت حدی سرویس عضو خراب ممکنه نشه، ولی خدمت رسانی سازه به ساکنان رو ممکنه زیر سوال ببره. مثلا یه تیری فرض کنید در واقع میری روش، یه بالا پایین میکنیم، بیپری میای پایین، احساس میکنی که این تغییر شکل زیادی میده یا ارتعاش زیادی میده، احساس ناامنی به شما میده. این تیر ممکنه مقاومتش اوکی باشه، این تو زلزله جواب بده، ولی تو تغییر شکل باعث ایجاد ناامنی در ساکنان بشه. خب نباستی این تیر اینجوری باشه، واسه این تغییر شکل ها که اینجا نوشتم دیفلکشنز ها، باعثی کنترل بشه که از یه حدی در واقع دیفلکشن ها بیشتر نشه، خراب نشه و دریفت های سازه، تغییر شکل جانبی سازه تحت اثر باد شدیدی نباستی خراب در واقع تحت شعاع قرار بگیره عمل کرده سازه، و ارتعاشات در کف ها هم به همین صورت، و بحث خوردگی و اینا هم هست که اینها رو بهشون میگن حدود مربوط به بهره برداری. این حدهای حدود مربوط به مقاومت، بچه ها حدود مربوط به مقاومت استرنگز، رابطه الارفتیش اینجوریه، رابطه الارفتیش به همین صورته، با مقاومت کاهش پیدا میکنه و بار افزایش پیدا میکنه. مقاومت چجوری کاهش پیدا میکنه؟ با یه ضریبی کمتر از یک. مثلا اگر بخوایم کشش رو بررسی کنیم، ضریب میشه 9 دهم. کشش تو حالت گسیختگی رو بررسی میشه 75 صدم. اینا نگران نباشید، اینا رو که میبینید اصلا کل این روابط رو ما تو کل فصل باید استفاده کنیم. یعنی این دوتا رو که میبینید، این مربوط به بحث یه جلسه است، این فی سی که میبینید بحث 2-3 جلسه است، این فی بی که میبینید بحث چند جلسه، کل فولاد میشه این همینا. مثلا در ادامه میخوایم همینا رو بگیم. ببینید وقتی که حالت حدی مقاومت رو داریم بررسی میکنیم، این مقاومت رو کاهش میدیم و از اون ور بار رو افزایش میدیم. این بار رو که افزایش میدیم رو اصطلاحاً بهش میگیم ترکیب بار، به این صورت افزایش پیدا میکنه. این رو بایستی بدونید. من اینا رو از مبحث 6 مقررات ملی در آوردم. ببینید اینا 9 تا ترکیب بار، میگن آقا بارها رو اینجوری افزایش بده و بارها رو یه دونه یه دونه به ساز اعمال کن هر کدوم از اینا، و چک کن ببین مقاومت کاهش یافته بیشتر از اینا هست یا نه. یعنی چک میکنی، یعنی اون بارهایی که دیدید حالا صفحه بعد که با یه ذرایب افزایشی دیدید، بار مرده، این دی بار مرده است، این لی با این ال بار زنده است، این لایو لوده، و حالا ال آر مربوط به روف لایو لوده، و دبلیو بار ویند باد، ای مربوط به بار زلزله است، این ای که اینجاست. در هر صورت میبینید که بارها ضریب افزایشی دارن، حالا بجز این 6 7 که ضریب افزایشی نداره که اینم دلیل داره. پس اینها بارها زیاد شدن و اینجا مقاومت کم شده، مقاومت کم باعث این بار زیاد رو تحمل کنه. این فلسفه طراحی به روش الارفتیه، مقاومتی که کم شده بایستی از باری که زیاد شده اونم تحمل کنه. ببین بار زیاد میشه، ولی مقاومتی که کمش کردیم بایستی اون باری که زیاد کردیم رو تحمل کنه. این فلسفه الارفتیه که همینقدر رو بدونید کفایت میکنه. گفتیم که 2 تا حالت حدی داریم، این حالت مقاومت بود، ضریبا کاهشی، بار افزایشی. تو حالت سرویس بچه‌ها همه چی یکه، اینجا ضریب نداریم. بار مقاومت بایستی بیشتر از بار باشه. بارها چی؟ بارها هم بدون ضریبه. پس 2 نکته داریم ما در روش الارفتی، 2 دسته، 2 دسته رو کنترل میکنیم، یکی مقاومت، یکی حد سرویسه. اونایی که مربوط به مقاومت هستن، بارها ضریب افزایشی داره، یعنی ضریب بار افزایشی، ضریب مقاومت کاهشی. تو سرویس چی؟ ضریب بار و ضریب مقاومت همشون یکه، نه بار افزایش پیدا میکنه نه کاهش پیدا میکنه مقاومت. چرا اینجوریه اینجا؟ چون اینجا ما با بار، چون تو داریم در طول عمر سازه، یعنی تو حالت شرط روزمره زندگی داریم در واقع بحث میکنیم. تو شرط روزمره زندگی بار رو واقعی میگیریم، مقاومت رو هم واقعی میگیریم، یعنی بدون فاکتور، بدون ضریبه. به همین خاطر تو حالت حدی سرویس
ما اینجا ضریب نداریم و معمولا بچه ها این کنترل هایی که انجام میشه فقط روی تیر انجام میشه. چرا؟ چون تیر سقف رو بهش وصله. اگه تیر اوکی باشه سقف هم اوکی هستش. پس حالت های حدی سرویس مربوط به فقط تیر هاست. جای دیگه ما حالت های حدی سرویس یعنی ستون ها رو واسه سرویس بررسی نمی کنیم. بادبند ها رو واسه حالت حدی سرویس بررسی نمی کنیم. پس سرویس ها محدود هستن فقط به تیر. و مقاومت ها چی؟ مقاومت ها مربوط به همه اعضا هستش، هم تیرها، هم ستونها، هم اتصالات، هم بادبندها، هم بیس پلیت ها، همه جا، حتی پی، اینا همه واسه کنترل مقاومت داشته باشی. پس این اولی مهمه، این هم مهمه ولی فقط واسه تیرها انجام میشه. پس این هم حالت حدی سرویس بود که به این صورت ضریب بار و ضریب مقاومت همشون یک، بارهای مرده و زنده همشون با ضریب یک قاطی اینا میشه. اینجا نکته هم که هست اینجا ما زلزله رو نداریم. چرا؟ چون تو شرایط عادی روزمره است زلزله رو نداریم. خب دوستان عزیزم، این جلسه هم به اتمام رسید.